بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 24 جولای 2015 میلادی است و برابر با دوم مرداد ماه 1394. عذر میخوام که امروز مجبور هستم از عکس استفاده کنم به جای ویدیو. قطره‌ای در چشممون ریختیم به دلیل کار کردن زیاد با کامپیوتر، چشم ما یکم خشک شده و بهمون گفتن که باید گریسکاریش کنیم. گفتیم چشم، در اصل به خاطر اون قطره تحمل نور و اینها رو نداریم. ما گفتیم خب به شما هم یک استراحتی بدیم، از دیدن قیافه ما امروز راحت و آزاد باشید. در اصل برنامه قبلی برنامه بود که با دوستان در کانون آوا و اون برنامه تا ساعاتی دیگر روی صفحه به اصطلاح اینترنت این دوستان خواهد بود و بعدش هم شما میتونید از طریق وبسایت مردم تیوی هم اون رو ببینید. امروز من دو تا مهمان براتون دارم که یکیش آقای امیر هوشنگ آریانپور هستن، تیمسار امیر هوشنگ آریانپور که قبلا هم مهمان برنامه ما بودن و همیشه از ایشون یاد گرفتیم، از خاطراتشون و تجربیاتشون استفاده کردیم. دلیلی که من ایشون رو دعوت کردم و تا چند لحظه دیگه تماس میگیرم با ایشون این هست که پریروز یک نامه ای رو یک ایرانی، یک جوان ایرانی برای ایشون نوشته بود و بعد پاسخی که ایشون داده بود من حقیقتاً یه مقداری به اصطلاح مورد تأثیر قرار گرفتم که چرا آقای آریانپور چنین پاسخی رو به نویسنده این نامه که به گفته خود طرف یک جوان ایرانی هست دادن. وقتی که با ایشون تماس گرفتم آقای آریانپور قبول کردن که امروز به اصطلاح مهمان برنامه ما باشن. اجازه بدید من با ایشون تماس بگیرم. به خاطر اینکه من چشمم امروز یکم اشکال داره، این به اصطلاح ببخشید اگر اشتباهی میکنم و اینها، و این واقعیت اون شعری که میگه چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، این درسته و این هست که آدم حالا چشمش درست نمیبینه ولی میبینه که همه کارهای دیگرش به هم میریزه. بذارید من شماره تلفن آقای آریانپور رو گرفتم ببینیم که ایشون اگر باشن با هم صحبت کنیم و از نظراتشون بسیار بهره مند بشیم. آقای آریانپور سلام. سلام از من، ممنونم که دعوت ما را قبول کردید با این ضرب العجل و من خدمت دوستان گفتم که آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور قبلا هم بارها این منت رو بر سر من گذاشتند و مهمان ما بودند. ویدیوهاشون در بایگانی تلویزیون مردم روی یوتیوب و در به اصطلاح گوگل اسم شما رو که تایپ کنن ویدیوها و مصاحبه‌های زیادی از شما هست و از این بابت ممنونم. اجازه بدید که من نمیدونم این دوستمون کیه که حالا زنگ میزنه، این هم ماجراییه که ما بعضی وقتا مثل این که آقای بله آقای آریانپور سلام. بله. حال شما قد شدیم، من نمیدونم یا تلفن ما اشکال داره یا من امروز چشمام درست کار نمیکنه. آقای آریانپور چرا؟ یه قطره ریختن داخل چشم من و به هم هارد تایم دادن، گفتن خیلی از چشمات استفاده میکنی، چشمات خشک شده، باید قطره بریزی، ولی برای امروز یه آزمایشی بود، یه قطره میریزن، به قول خودشون میگن که این مردمک چشم رو مثل که باز میکنه که داخلش رو بهتر نگاه کنم. تا چند ساعت من به اصطلاح نمیتونم، مشکل دید کامل. بله بله، با نور و اینا نمیتونم، امروزم با تصویر آمدم. ما در حین گفتگو متاسفم که حالتون زیاد خوب نیست. نه مسئله نیست، بالاخره این سیستم بدن یه جوری هست که به ما نشون میده که همون جوری که با ماشین تون میریم پلیس میگیرتمون یا با ماشین بد رانندگی میکنیم موتورش خراب میشه، سیستم بدنم به همون میگه که هی سلو داون، خیلی از من استفاده نکن که شات داونت میکنم. در صورت خوشحالم که با شما هستیم. من خوشحالم که در خدمت شما هستم و به فرمایشاتتون گوش میدم. آقای آریانپور من نظرات شما رو کم و بیش میدونم
با بیشتر نظرات شما موافقم. میدونم شما از لحاظ میهن پرستی، ایران دوستی دیگه جای حرف و شک و یقین نیست، ولی این ایمیل آخریتون که من خوندم حقیقتش یه مقداری، اول میخواستم ببینم که این ایمیل خود شماست، بعد که با شما به اصطلاح چک کردم و شما گفتید بله، من میخوام ببینم که چرا شما به اون شخصی که از ایران براتون به اصطلاح نوشته شما اینجوری یه حالتی هم پرخاش یا سرزنش که پدر مادرهای شما این کار کردن، حالا شما این کار میکنید و به نظر میرسه که به این نوشته شما دارید هم رژیم گذشته رو به اصطلاح از اتفاقی که افتاد تبرئه میکنید، هم آخوندها رو. من آیا درست درک کردم یا برداشت من از نامه اشتباه بوده و شما میتونید الان توضیح بهتری بدید؟ من مطلقا نظرم تایید رژیم قبلی نبوده، ولی میان بد و بدتر آدم میره سراغ بد. من در اونجا ذکر کردم پدر و مادرهای شما، برای اینکه من یکی از اون پدرهام و الان پدر بزرگام که مقصرم، با وجود اینکه من تا حد امکان در اون رژیم سعی کردم تا حدی که میتونم رژیم رو به راه راست هدایت کنم، با فدا کردن خودم، درجم، شغلم، گذشتم و همه چیزم، با وجود این من خودم رو مقصر میدونم که میتونستیم بیش از این اقدام بکنیم و نذاریم اون رژیم به اون صورت ننگین در بیاد. متاسفم که در مورد همین رژیم هم ما مقصریم. خمینی روزی که به تهران اومد گفت من یک طلبم، میرم به قم برای دعا خواندن. چه کسی نخست وزیر ایرانو وزراشو وادار کرد که هر هفته آخر هفته با هلیکوپتر یا هواپیما به قم برند و گزارش هفته قبلو به عرض مبارک روحانی که خودشو طلبه میدونست برسونند و از او کسب اجازه بکنند؟ آیا این نشون نمیده که هیئت وزرای ما، دولت منتخبی که پس از رژیم شاهنشاهی سر کار اومده بود، چرا بایستی بلند شه بره به قم و به یک طلبه‌ای که در امور سیاست هیچ گونه آگاهی و اطلاعی نداره گزارش بده و کسب تکلیف کنه؟ پس پدران اون جوان یعنی امثال من مقصریم که به خمینی چنین تکلیفی کردی که تو مافوق همه هستی و میتوانی این کشور رو به اراده خودت به هر طریقی که مایلی اداره کنی. نتیجه‌ش هم 37 سال آنها دیدن. امثال من که در ایران نبودیم که زجر بکشیم، کتک بخوریم، شکنجه بشیم، زندانی بشیم، ولی پدران اون فردی که اون ایمیل رو فرستاده بود در ایران بودند، نه تنها صدایی از خودشون بیرون نیامد، بلکه با تمام وجود با رژیم همکاری کردند. به من بفرمایید در یک کشور 35 میلیونی اون زمان و یک کشور 75 الی 80 میلیونی این زمان، اگر عده زیادی از مردم پشتیبان اون رژیم نباشند، آیا اون رژیم با تمام سبوییتش، با تمام وحشیگریش، با تمام ناآگاهیهاش و خطاکاریهاش میتونه 37 سال در روی کار بمانه؟ آیا جواب جناب عالی رو من دادم یا نه؟ بسیار ممنونم از شما.
و جواب من اینه که اگر مردم ساده هستن، باور میکنن افرادی رو، فکر میکنن اینا صلاحیت دارن، سواد دارن، توی سیاست هستن. ما همینجام شاهد هستیم در آمریکا الان، ببینید چه سر و صدا و قوغایی به پا شده با این آقای دونالد ترامپ، و اینها میان با تبلیغات زیاد، با دروغ گفتنهاشون مردم رو به خودشون جلب میکنن، مردم هم اون مومنتوم، اون شرایط توی احساسات قرار میگیرن، به خیال خودشون رأی میدن. اینا همچین که پاشون میرسه به اون دفتر یا اون مقام یا اون وایت هاوسی که میخوان، مردم رو فراموش میکنن و میرن دنبال منافع و به اصطلاح پولسازی های خودشون. حتی جورج بوش، اون جورج بوش پدر، قول داد به مردم، گفت نگاه کنید، بشنوید دهان من چی میگه، به تکس مالیات رو اضافه نمی کنم. همچین که رفت توی چیز، گفت شما مگه نمیدونید من اصلا مسئول مالیات نیستم. یعنی حتی به مردم گفت شما دیگه چه خنگی هستید که من رو باور کردید. این صحبتهای شما درسته، ولی حالا اون جوونی که این نامه رو نوشته، به غیر از این که از دست دو رژیم، رژیم قبلی و آمریکا که حکومت رو به آخوندها دادن، باید ناراحت باشه، به غیر از این که از شیخ و رژیم ملاها باید ناراحت باشه، حالا باید از پدر و مادراش ناراحت باشه که اینها آدمای خوبی بودن، به فکر این بودن که یه آینده بهتری برای فرزندشون بسازن. سوال من اینه، من واقعا نمیدونم چجوری جواب شما بدم که پدر و مادراشون خطا نکردن. آن چه ما میکشیم به خاطر پدر و مادرهای ناآگاه ما هستند. توجه کنید من راجع به خودم صحبت میکنم. مادر من 6 کلاس ابتدایی در آن زمان درس خونده بود، اون هم در مکتبی که در خانه خودشون بود، برای اینکه در اون زمان خانوم ها دختران رو اجازه نمیدادند در خارج به مدرسه برن. البته مدرسه نبود، منظورم مکتب. خود من وقتی به دنیا اومدم، پدرم در خار و بنابین مسئولیت کار دولتی داشت برای ایجاد راه آهنی که رضا شاه تصمیم گرفته بود اولین بار تهران رو به بندر شاه وصل کنه. در اونجا خدمت میکرد و من 2 سال به مکتب رفتم. اگر خاطره اون مکتب رو من الان بیاد بیارم، باز موهای بدنم سیخ میشه. با اون مکتبچی کثیف وحشتناک، با اون رفتارش، با اون چوبهای اناری که در کنارش گذاشته بود که ما بچه های 5-6 ساله رو کتک بزنه، جرأت نمی کردیم جیک بزنیم و به حرفهای آقا باید گوش بدیم که خودش اصلا سواد نداشت. البته من در اون زمان تشخیص نمی دادم سواد چیه که بتونم به او بگم تو سواد داری یا نداری. بنابراین مادر من که 6 کلاس بلد بود و در 15 سالگی همسر پدر من شده بود، چه میدونست راجع به اوضاع؟ چه میدونست راجع به کشور؟ چه میدونست راجع به وطن پرستی و میهن پرستی؟ پدران ما، خودتونم حتما تایید میکنید، هیچ وقت به فکر این که بچه هاشون مدرسه میرن یا نمیرن، کلاس چندومن، مدرسه شون کجاست، چه درسی میخونن نبودن. در مورد خودم، با اینکه پدرم اقلا دیپلم داشت، ولی هیچ وقت از من نپرسید پسر تو میخوای بعدن چه کاره بشی، چه رشته ای رو میخوای انتخاب کنی، مدرسه کجاست، نمرت چی بوده. خب از چنین پدر و مادری من چگونه میتونم یک انسان کامل بار بیام؟ ضمن این توجه کنید همه افراد بشر از سن 1 سالگی تا 7 سالگی آن چرا فرا میگیرند از پدر و مادرشونه، برای اینکه بیشتر وقتشون در منازل پدر و مادرند،
اون موقع که به مدرسه نمی رفتن یا می رفتن سراغ اون مکتبچی کثیفه منحرفه همه جور بیمار و از او یاد می گرفتن. بنابراین من شکل و هیکل و تفکرم اونیه که از پدر و مادرم در اون دوران و از اون مکتب چی یاد گرفتم. نمی تونم بهتر از اینی که هستم باشم. اشتباهی که رضا شاه کرد، به جایی که بیاد اول مدرسه بسازه، بایستی اول معلم تربیت می کرد، نه اینکه مدرسه بسازه همون مکتبچی منحرف بی سواد و اسمشو کرد معلم و فرستاد در مدارس. پس بنابراین درست ما در یک کلاس درس میخوندیم، ولی مربی ما همون مکتبچی منحرف بی سواد بود. اینه که من میگم مقصر پدر و مادرهای ما هستند. البته بعدن که ما هم فکر کردیم در مدارس خوب میریم تحصیل میکنیم، ولی خمیرمایه ما در همون 6-7 سال اولیه ریخته شده بود و قابل تغییر نیست. بسیار ممنونم از شما. حالا که لطف کردید و این رو توضیح دادید، این یکی دو هفته گذشته بحث ها و گفتگوهای زیادی بود در رابطه با این توافق، تفاهم یا معامله و دیلی که بین ایران و 5+1، مخصوصا بین ایران و آمریکا هست. شما مایل هستید نظرتون رو در این باره با ما و دوستان بیننده و شنونده در میون بذارید؟ نظر شما چیه؟ البته که حاضرم جناب عالی. در چه موردش میخواهید تا من در همون مورد جواب بدم؟ شما موافق؟ این توافق یه موضوع ساده نیست، موضوعیه که 2 سال آزگاره اینها دارن مذاکره میکنن و البته این نتیجه خریت 35 سال قبل رژیم جمهوری اسلامی و خطاهایی که در رژیم قبلی شاهنشاهی مرتکب شده بودند. این یه چیزی نیست که یهو یک شبه به وجود اومده و اینها آنن نشستن بخوان حلش کنند. بسیار ممنون. من میخوام نظر کلی شما رو بدونم که آیا به نظر، یعنی شما در کل خوشحالید که این توافق انجام شده؟ بعد اگر موضوع ها رو میخواین تیکه تیکه قسمت کنید، که مثلا اینجا، چون من مثلا داشتم صحبت های آقای بنی صدر رو گوش میدادم واقعا گیج شدم، چون آقای بنی صدر به شنوندگانش میگه که ما خیلی ضرر کردیم، حالا دیگه تا 10 سال نمیتونیم بمب بسازیم. میگم بابا حالا این آخوندها گور پدرشون، ولی اینا که میگفتن ما نمیخوایم، تازه اگرم دروغ میگفتن حالا دیگه مجبور شدن نسازن. شما از چی ناراحت هستی؟ میخواستم شما یه مقداری هم کلی بگی. خود من قلبا خوشحالم که این توافق شده. دلیلش رو هم بر این میدونم که این توافق جوانها و مردم ایران رو از اون حساری که آخوندها درست کردن بیرون میاره. ضمن این که در قرن 21 هیچ کس نمیتونه هیچ حساری درست کنه با وجود اینترنت، ولی دیدیم که باز اینها یه مقداری موفق بودن و مردم ایران رو جدا کرده بودن از دنیا. من فکر میکنم این کاری که کردن یه نوعی با اون فضای باز سیاسی دوره شاه، با اون حالتی که آقای کارتر گفته بود به شاه یه مقدار آزاد بده، میشه مساوی باشه و ما به زودی میتونیم انتظار داشته باشیم که یا آخوندها زرنگتر از شاه باشن و در روششون، در مملکت داریشون، در مردم داریشون تغییر روش بدن، یا اینکه به همون سرنوشت شاد و چار بشن. به همین خاطر من خوشحالم. شادم خوشحالی من بی خود باشه و احساساتی باشه، ولی من شخصا خوشحالم. میخواستم ببینم شما کلا خوشحال هستید، بعد در چه رابطه ای به اصطلاح ناراحت هستید که این شد، در چه رابطه ای ناراحت هستید که اون نشد. من 100% با خوشحالی شما همراهی میکنم. این یک دریچه امیدی بود که به جوانان کشور عزیز ما ایران نشون داده شد و اینها میتونن در یک تونل تاریکی بالاخره در اون دور دورهاش یک نور امیدی رو مشاهده کنن. همین که
اجباراً رژیم جمهوری مجبور شد به این توافق نامه دست بده و به گفته آقای بنی‌صدر که فرمودید گفته خیلی پول خرج کردیم، بله 17-18 میلیارد دلار هزینه این نیروگاه شد که از پایه و اساس غلط بود. اگر وقت هست و من اجازه دارم یه توضیحی بدم مربوط به 39 سال قبل. بفرمایید. 39 سال بعد قبل که حزب رستاخیز ایران به دستور و فرمایش شاه آریامهر ما ایجاد شده بود و در بقیه احزاب رو بستند و همه ملت ایران رو وادار کردند که عضو این حزب رستاخیز بشن، حتما جناب عالی اون موقع یک جوان بودید، یادتون هست که می اومدن در محلی که کار میکنید دفترشون رو می آوردن و به شما تحکیم میکردن اسمتون رو بنویسید و امضا کنید و به عضویت حزب رستاخیز در بیایید. آیا خاطرتون هست؟ بله بله دقیقا. بنابراین تنها جایی که من مجبور شدم امضا کنم، اون موقع من از نیروی دریایی بیرون آمده بودم و یک شرکت کشتی سازی در حال تأسیس به کمک عده سرمایه دار بودم، اومدن به شرکت ما البته با حالت تحکم که امضا بکنید. خب ما هم نمیخواستیم ساواکی ها سراغمون بیان و درد سر درست کنن، این بود امضا کردیم که کاشکی دستم شکسته بود و همون یک بار را هم امضا نمی کرد. به هر حال من با سردبیر سیاسی روزنامه رستاخیز که از قبل می شناختمش تماس گرفتم و گفتم آیا مایلید با من که رشتم صنایع صنعت و اون هم صنعت کشتی سازی مصاحبه کنید. این مصاحبه انجام شد و تمام صحبت ها ثبت گردید. در دو شماره در سال 1356 اسفند 1356 این مصاحبه رو در روزنامه رستا. الو دوستان عزیز، عذر میخوام، اجازه بدید یه بار دیگه تماس رو برقرار کنیم، مثل که یه اشکالی در خطوط تلفن هست. بعد این بذارید ببینم که ببخشید باز ما قطع شدیم، نمیدونم از کجا. حالا مشکلی نیست، ولی شما تا اونجایی گفتید که مصاحبه انجام شد و باز هم قطع شد. من نمیدونم چرا اینجوری هست. آقای آریانپور شما لطف کنید تماس بگیرید. ای بابا بنده خدا از اونجا. الو جانم بفرمایید. آقای آریانپور بازم قطع شدیم. نمیدونم چرا تلفن امروز اینجوری میکنه. در اصل تا اونجایی که شما گفتید مصاحبه انجام شد و در دو شماره چاپ شد ما در شماره و من اگر اجازه بدید هر دو روزنامه رو البته از 40 سال پیش نگه داشتم، میتونم بیارم خدمتتون برای اونهایی که شک دارند که همچین چیزی انجام نشده یا اینجور نبوده. اینو من دارم. در اون روزنامه من مصاحبم گفتم روشی که ما برای صنعتی کردن کشورمان در پیش گرفتیم راه غلطیه، ما رو به مقصد نمیرسونه و راه و روشمونو باید اصلاح کنیم و یاد بگیریم از کشورهای پیشرفته‌ای چون آلمان، فرانسه، انگلیس و حتی ژاپن.
بعد اشاره کردم به صنعت نیروگاه سازی و به زبان ساده بیان کردم اون کسانی که ایرانو به سوی نیروگاه اتمی سازی میبرند کار درستی انجام نمیدن، کشوری که به مقدار بسیار زیاد گاز و نفت داره و اجبارا نفتشو به قیمت ارزون میفروشه، صلاح نیست که بیاد نیروگاهو به قیمت گران، اون هم نیروگاه هایی که کهنه و مدل قدیمی هستن بسازن. اینو من قشنگ توضیح دادم و اونجایی هم که اگر خاطرتون باشه شاه آریامهر بیان کردن که تا 20 سال دیگر نفت ایران تمام میشه و اون وقت ما مجبوریم نیروگاه اتمی داشته باشیم، که من در همونجا اشاره کردم آن کسانی که میگویند نفت ایران 20 سال دیگر تموم میشه در اشتباه محض هستند. ما به جای اینکه روزی 6 میلیون بشکه صادر کنیم و به قیمت ارزون بفروشیم، اگر بیایم این 6 میلیون رو تبدیل به 3 میلیون بکنیم و برای آیندگان ایران در زیر زمین باقی بذاریم، هیچ کس نمیتونه این نفت رو به زور از ما بگیره. اون وقته که ما میتونیم برای بالغ بر 200 سال نفت داشته باشیم و به جای فروش اون از اون موادی از قبیل پتروشیمی و غیره بسازیم که دنیا بهش نیاز داره با قیمت بسیار گرونتری بفروشیم. من اینو میارم خدمتتون، یعنی من از همان زمان مخالف ایجاد نیروگاه بودم. علتشم این بود وقتی دوره فوق لیسانسمو در رشته مهندسی مکانیک در امریکا میگذروندم، یکی از دروس خوب من که واقعا بهش علاقه داشتم نیوکلیار انرژی بود. من نمرات اونجا هم دارم، تمامشو اگر نگاه کنید ای بوده، یعنی بالاترین نمره بوده. پس یه مقدار اطلاعات ناقصی در مورد نیروگاه و اینها در اون زمان داشتم. اگر اینو ما نمی ساختیم و نمی رفتیم و این نیروگاه رو نمی ساختیم، هیچ گونه از این دردسرهایی که در این 37-38 سال گذشته شامل حال ما شده شامل نمی شد. حالا در مورد این که این توافقنامه، اولا ما نیازی نداریم در آینده نیروگاه بسازیم. ایران بزرگترین منبع انرژی که انرژی خورشیده در کویری که وسعتش 1/10 کشور ایرانه، یعنی 1,300,000 کیلومتر مربع وسعت ایرانه، پس 130,000 کیلومتر مربع وسعت کویر ماست. بالاترین حرارتی که در جهان رکورد شده در کویر ایرانه و به قدری گرم میشه که حتی یک دونه باسیل یا میکروب در تمام اون کویر وجود نداره. خاکشم از بهترین خاکهای کشاورزیه. ما اگر به اندازه کافی در اونجا آب داشته باشیم میتونیم خیلی از مردم جهانو از لحاظ کشاورزی تغذیه کنیم، ولی من دنبال اون نیستم. ما میتونیم از انرژی خورشیدی در اونجا با سلولهای خورشیدی که خودمون در ایران میتونیم بسازیم برقی تهیه کنیم که اقلن تمام قاره آسیا رو برق بدیم، یعنی این بزرگترین منبع درآمد برای ایران آینده خواهد بود. بنابراین ما چه نیازی داریم به دنبال نیروگاه بریم؟ اون هم نیروگاهی که یک دونه کارشناس با تجربه ما نداریم. تجربه از کجا به دست میاد در کار کردن در یک سازمان مشابهش؟ ما کدوم نیروگاهو در ایران داشتیم که افراد ما در اون تربیت بشن؟
بنابراین این اتفاقی که افتاده که امیدوارم به نتیجه مثبت برسه و اسرائیل و جمهوری خواهان امریکا دست از دشمنی بی خودی خودشون بردارن و هی وانمود نکنن ایران بزرگترین خطر برای خاورمیانه و جهان. کدام خطر؟ ایران به کدام کشور در طول 150-200 سال گذشته حمله کرده؟ به ما حمله شده ولی خودمون هیچ وقت به دیگری حمله نکردیم. به هر حال این رژیم سهمگین جمهوری اسلامی اگر یه چیز خوب داشته در این 37 سال، یک متر از خاک ایران رو نذاشته به دست دشمنان و همسایه های ما برن. بنابراین ما باید وظیفه داریم ایرانمون رو حفظ کنیم و با همسایگانمون کنار بیاییم و با آنها به توافق برسیم، برای اینکه نمیشه با همه دنیا دشمن بود. آیا توضیح بیشتری لازمه جناب سربی؟ بسیار ممنونم از شما، امیدوارم اون نوشته ها رو وقتی میارید فرصتی هم باشه که ما اینجا در خدمتتون باشیم، باز هم با هم صحبت کنیم. من هر وقت که با شما صحبت کردم یاد گرفتم و از این بابت خودم رو به شما مدیون میدونم. بسیار متشکرم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنید. یک کلمه مربوط به همین موضوع. ببینید این روزها اسرائیل داره میلیون ها خرج میکنه از تلویزیون های گران قیمت که هر دقیقش 500 هزار دلار ارزش داره، دائما آگهی پخش میکنن بر علیه ایران و خطری که ایران میتونه برای جهان داشته باشه، که البته تمام این دروغه و نشون میده که اینها روی دشمنی دارن این کارها رو انجام میدن. هدف اسرائیل هم مشخصه، خودش انقدر بدبختی در کشورش داره، انقدر همون 4-5 میلیون یهودی در اسرائیل ناراضی هن که این اسرائیل دولت مرداش برای آرام کردن اونها دائما برای خودش از این گونه صحنه ها به وجود میاره، میسازه که بگه بله ما یهودی ها دائما دشمن داریم پس بایستی از خودمون دفاع کنیم. الان جز یهودی ها که فلسطینی های بیچاره معصوم بی اسلحه رو تحت ستم قرار دادن، چه کسی در اون منطقه محض ایجاد وحشت میکنه جز اسرائیل؟ ایران که این کارها رو کرده؟ بله وقتی ایران رو تحت فشار تحریم قرار میدن وادارش میکنن بره از بنیادگرایان فلسطینی و غیره پشتیبانی کنه یا از اسد پشتیبانی کنه، ولی اگر به حال خودش بذارن پولهاشو پس بدن، تحریم ها رو بردارن، بذارن یک نفس راحتی ملت ایران بکشه، ایران هم دست از دشمنیش برخواهد داشت. به هر حال من یه ایمیل دیروز دریافت کردم که امیدوارم درست باشه، پیشنهادی رو میخوان به آقای روحانی بدن، ادهی حالا کیان من نمیدونم، که بهترین راه برای جلوگیری از خطر اسرائیل و ایجاد جنگ دیگری در ایران به وسیله اسرائیل و وادار کردن امریکا به بمباران ایران اینه که یک یا دو پایگاه دریایی در اختیار ناوگان روس در خلیج فارس بگذارند. بودن چنین ناوگانی میتونه برای همیشه مانع بشه که امریکا یا اسرائیل یا هر کشور دیگری جرأت بکنه به منابع و بنادر ایران موشک پرتاب کنه یا بخواد اونها رو نابود کنه. خواستم اینو به اطلاع مردم برسونن، امیدوارم این موضوع درست باشه، فقط یه شایعه نباشه. اگر امریکا بزرگترین
پایگاه دریایی شو در 2 یا 3 منطقه در خلیج فارس بنا کرده، اولیش در بحرین، دومیش در قطر، سومیش در کویت. برای چی امریکا در اونجا باید پایگاه دریایی داشته باشه؟ چه دشمنی سرزمین امریکا رو تهدید میکنه که ایشون مجبوره در اونجا پایگاه داشته باشه؟ خب روس هم که از زمان پتر کبیر آرزیشون دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس بود، اگر اونها میخوان بیان الان وارد شند، ولی طبق یک توافقنامه رسمی که هر موقع ایران اراده کنه اینا مجبور باشن ترک کنن. بسیار ممنونم از توضیحاتی که دادید. اگر در رابطه با این پیشنهاد اطلاعات بیشتری کسب کردین، لطف کنید ما رو هم در جریان بذارید، به امید دیدارتون و به امید اینکه آخر هفته خوبی داشته باشید. متشکرم که وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار من گذاشتید. بسیار ممنونم از شما. خدا نگهدار. روزتون بخیر. روز خوش. خب دوستان عزیز، با تیمسار امیر هوشنگ آریان پور بودیم. ایشون همون جوری که گفتن هم در رشته کامپیوتر هم در رشته های دیگه درس خوندن، وارد هستن. من بارها گفتم یکی از اونهایی هستن که کامپیوتر و اینها رو خوب میدونن و کار میکنن، در تماس هستن با دوستان، به همین دلیل هست که از ایران شخصی باشون تماس میگیره یا دوستان جوان باشون صحبت میکنن. و من از این بابت خیلی خوشحالم که ایشون این به اصطلاح توانایی رو داره. و شما هم اگر مایل باشید باشون تماس بگیرید، روی فیسبوک میتونید تماس بگیرید، خیلی راحت و خوب سوالتون رو بپرسید، ایشون حتما پاسخ خواهند داد. و اگر نظری هم دارید درباره گفته های ایشون، میتونید شما هم زنگ بزنید، پیغام بذارید به تلویزیون مردم یا ایمیل بفرستید، براتون به اصطلاح ما اون نظرات شما رو بخونیم و پخش کنیم و در موردش صحبت کنیم. این هم از این ماجرا. و اما اجازه بدید حالا که صحبت از فیسبوک شد، ما بریم سراغ یه دوست نازنینی به نام آقای وحید تهرانی که یه جورایی داره شیرازی میشه. امیدوارم چند تا کلم پلو بیشتر بخوره زودتر شیرازی بشه. و از دردسر یا ماجرایی که دیروز برای ایشون پیش آمده بود و از بزرگی ایشون صحبت کنیم که دوستان این عذرخواهی کردن یا پوزش خواستن ضمن این که کار بسیار آسونی هست، همه کس نمیتونن انجام بده. وقتی که ایشون برای من با یک لحن حمله وار به قول معروف نوشت که چنین و چنان و شما چرا کامنت های من را پاک کردی و من از این به بعد با دوستان خودم که بیشتر از تعداد بینندگان شما هست تماس میگیرم، و یه چیزی هم گفته بود شما رو نمیدونم میچرزونم یا شما رو مورد حمله قرار میدم، که من بهش گفتم دوست عزیز اولا من الان با شما صحبت نمی کنم. شما وقتی که یکم خون سرد شدی و از این عصبانیت آمدی پایین، اون وقت صحبت میکنیم، ولی دوتامون فریاد بزنیم هم عرض خود میبریم و زحمت دیگران میداریم. ایشون بعد که آروم شد بهش گفتم عزیز من، مشکل من و شما فیسبوکه، آمدیم از یک وسیله استفاده میکنیم به نام فیسبوک بدون اینکه رفته باشیم 6 ماه 3 ماه 2 ماه حتی 1 روز وقت گذاشته باشیم کار کردن با فیسبوک رو یاد بگیریم. حتماتون میگید ای بابا مگر کار کردن با فیسبوک یاد گرفتن میخواد؟ بله عزیز من، یادم میاد این آقای ایرج که هر جا هست خوب و خوش و سلامت باشه، خیلی وقت ازش خبر ندارم، میگفت که خیلی دنیای مسخره‌ای هست، برای یه کارای ساده ما باید بریم گواهینامه بگیریم و اینها، برای یه کارای به مشکلی رأی دادن و اینها نه کلاسی برامون میذارن نه آموزشی، و ما را همینجوری ول میکنن در به اصطلاح به یاد خدا و میگن که خب برو حالا رأی بده. ما خوشحال میریم رأی میدیم، و اگر تو ایران باشه که خب نمیدونم، ما میگم یه بار اولین باری که من رأی دادم پسر عموم آمد و گفت که بیا بریم دم فلکه، ما شیرازی ها میگیم فلکه، دم فلکه مصدق و اونجا رأی بدیم. گفتم برای چی این همه راه رو بریم؟ گفت برای که پالوده میدن. یادمه اسم نماینده هم ایرج مرزاد بود. رفتیم و رأی دادیم و پالوده هم خوردیم،
دو سه بارم پالود خوردیم چون این همه راه رفته بودیم. حالا برای فیسبوک هم بله که احتیاج هست ما یاد بگیریم ازش چه کار کنیم. آقا یک کبریت به این سادگی، شما وقتی میخوای کبریتو بدی دست بچت، 10 بار بهش میگی که مواظب باش، این حتی وقتی خاموشش کردی نندازش یه جایی کاغذی چیزی باشه روشن بشه آتیش بگیره چنین و چنان. من حالا همینجوری که با شما حرف میزنم دوستان، میخوام یه دوتا ماجرایی که دیروز اتفاق افتاده به شما نشون بدم. اولا خود من هنوز نمیدونم که چرا بعضی وقتا وقتی که من یه چیزی رو نصب میکنم یا پست میکنم روی صفحه فیسبوک، این ازش 2 تا گاهی وقتا حتی 3 تا درست میکنه. به ساعتش هم توجه کنید میبینید که همون موقع و همون لحظه است و الی آخر. مثلا اینجا یک برنامه ای رو دوستمون رحیم نوشته بود، شما کیک استارتر رو میدونید چیه؟ گفتیم آره بابا ما میدونیم، ولی اینا ایرانی ها کار نمیکنن با این چیزا، ایرانی ها پول نمیدن، ایرانی ها همه تلاششون اینه که وقتی میمیرن ثروتمند باشن و توی اون دنیا وقتی رسیدن فوری بگن آقا من بیشترین پولو دارم، اون کلاسای خوب بهشت و اتاقای خوب بهشت رو بدین به من. در هر صورت ما اینو درست کردیم، این همینی که الان میبینید. شما اگه اومدید تو قسمت صفحه شخصی من نگاه کنید، هرچی از دیروز تا حالا من گرفتم این بوده: آفرین، درود بر شما، آفرین، مرسی، و یه سیتایی هم از خارجی ها که آقا میخوای ما بهت چی فلان بفروشیم که بیشتر پول بسازی. میگم نه آقا، ما همین 5000 دلار که نوشتیم یکی به ما بده، ما 25% هم بهش میدیم، اصلا 30% میدیم و معمولا کسی پیدا نمیشه. حالا در رابطه با اینکه 2 تا چاپ میکنه، دوستان نگاه کنید لطفا، توجه کنید خودتون رو با این وسایل جدیدی که ضمن اینکه خیلی ساده هست خیلی خطرناکه. شما یک چیزی رو که مینویسی آقای وحید عزیز، تا ابد و دهر در کامپیوتر در اینترنت میمونه، حتی اگه شما پاکش کنی، حتی اگر گوگل پاکش کنه، باز یه جایی میمونه. به همین دلیل هست که وقتی یه احمقی میره زنشو میکشه، دوستشو میکشه، یه کسی رو تهدید میکنه، بعدن فوری پلیس میاد کامپیوترش ازش میگیره، قشنگ همه چیزا رو میاره بیرون، ضمن اینکه اون پاک فکر کرده پاکش کرده. درست نگاه کنید این جایی که من نوشتم، بله این نوشته رو من نوشتم، ولی بر اساس نوشته های گفته های آقای دکتر نصر احمدی، نه دکتر ناصر احمدی، نه دکتر ناصری، توجه کنید، بر اساس گفته های دکتر نصر احمدی، نوشته آقای تیمسار آریانپور، گفته آقای سرهنگ عقیلی‌پور، گفته خیلی از دیگران، من آمدم تیتر برنامه اون روز رو این انتخاب کردم. و انتخاب کردن تیتر دوستان، حالا چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، از قدیم بوده و چنین هست و چنین خواهد بود که تلویزیون، رادیو، روزنامه سعی میکنه یه تیتر کوچکی رو بنویسه که اون تیتر نظر شما رو جلب کنه، یا اونا روزنامه بیشتر بفروشن، یا اونا نمیدونم نوارشون رو بیشتر بفروشن، یا مثل ما اینجا بیشتر دیده بشه که الحمدلله مجانیه. ببین وحید عزیز، 2 تا از این شاه و همسرش هر دو بی سواد بودن، شاه حتی دیپلم نداشت و فرح خانم دیپلم داشت، دانشگاه هم رفته بود، فارغ التحصیل نشده بود، حتی سال اولم ایشون تموم نکرده بود، گذاشته شده. بعد دقت کنید، ساعت هر دوی اینا یکیه، ضمن اینکه خود فیسبوک پدر سوخته، ببینید جولای 22 5 بعد از ظهر، اولا خوشحالم که به شما نشون بدم ما تا 4 بعد از ظهر برنامه داریم، 5 بعد از ظهر آرشیومون روی صفحه درسته، آرشیومون روی بالاترین هست، آرشیومون روی فیسبوک هست. و این باید تشکر کنم از کوین عزیز که چه راست چه دروغ گفت من قلبم جراحی میخواد و رفت و من برگشتم خودم دوباره کنترل اینو در دست گرفتم. آقایون خانما، من اون موقع تا ساعت 9 شب اینجا التماس میکردم به این جوون، آقا اینو گذاشتی هارد تایم میداد، آقا باید اول نگاه کنی فلان اینها،
من امروز با یه دوستی صحبت کردم، گفتم من این کارو برای آقای شهافر انجام دادم، برای شما هم انجام میدم، شما را از قید اسارت دیگران آزاد میکنم. گفت چطور؟ گفتم نمیخوام شما بشینی منتظر دخترت، منتظر پسرت، منتظر کارمندت تا بیاد برات این رو درست کنه. به جای ماهی گرفتن برای شما، من بهتون ماهی گرفتن یاد میدم. اوکی؟ 5 بعد از ظهر، 1 ساعت بعد از برنامه، 3 ربع ساعت بعد از برنامه، آرشیومون روی یوتیوب هست. 2 ساعت و نیم برنامه داشتم. روی فیسبوک هست، روی فیسبوک مردم تیوی هست، روی بالاترین هم هست، روی صفحه خودمونم هست. اوکی؟ اینجا اینو نوشتیم. چون 2 قسمت بوده و دوستان خیلی عجله دارن که فوری نظرشون رو به گوش اینو اون برسونن، اینها متوجه نشدن. و الان نگاه کنید، نمیدونم میتونید بخونید یا نه، اینجا نوشته 10 تا کامنت، روی پایینی نوشته 15 تا کامنت. ولی آقای وحید تهرانی که میاد با عجله روی این پیام میذاره، میره دفعه دوم میاد با عجله میره رو اون یکی دیگه اشتباهی، دنبال پیام خودش میگرده و پیامش پیدا نمیشه و فوری عصبانی میشه از سربی، میگه ای بابا من فکر کردم شما آزاده ای. هستم، سعی میکنم باشم، ولی آیا شما آزاده هستید؟ شمایی که به این زودی قضاوت کردید، به این زودی منو دستگیر کردید، به این زودی منو محاکمه کردید، به این زودی منو مجازات کردید. آقای وحید تهرانی عزیز که امیدوارم به زودی کلم پلوهای شیرازی بخوری و شیرازی بشی، دوست نازنین، شما که امروز که با من مخالفی، منو تهدید میکنی که من مخاطبین بیشتری دارم، من به عنوان یک دوست نباید ازت سوال کنم چرا تا امروز حتی جزو دوستان فیسبوکی من نبودی؟ چگونه به خودت اجازه میدادی بیای بنویسی، بیای نظر بدی، بیای انتقاد کنی، ولی جزو دوستان من نباشی؟ چگونه شب راحت میخوابیدی که این همه، به قول خودت، من نمیگم دروغ میگی، من میگم راست میگی، این همه مخاطب داری، این همه دوست داری، ولی یک بار برای سوربی تبلیغ نکردی، 2 دلار از دوستات جمع نکردی، 2 دلار خودت دست تو جیبت نکردی؟ میبینم ماشاءالله عکست سیگار روی لبت هست، گوشی روی گوشت هست، کم مونده لیوان عرق و آبجو هم دستت باشه و اینها. دوست عزیز من، یکم هم شما همت داشته باش. حالا برگردیم سر کلاس درس فیسبوک. دوستان ببینید، اولا این فیسبوک اون وقتا 1-2 تا از کامنت ها رو نشون میداد، حالا دیگه نشون نمیده. ببینید شما باید بری بزنی روی کامنت، ببین حالا روی 10 تایی هستیم تا باز بشه. تازه باز که باز شد، 4 تاشو باز کرد، 6 تای دیگه شو گذاشت. من بارها گفتم یه وقت شما یه آگهی داری، یه صفحه کاغذه، یه وقت یک کتاب می‌نویسی، کتاب رو که از در خونت همینجوری کاغذاشو رو زمین نمی‌ریزی، کتاب و صفحه صفحه رو میذاری رو هم، میشه یه دفتر، یه کتاب. اون وقت اونی که میخواد بخونه به خودش زحمت میده ورق بزنه. اول من ورق زدم، 4 تاش باز شد، حالا میگه view 6 more comments. دوباره ورق میزنم، 6 تای دیگهش باز میشه. ولی تازه حالا یک تریک دیگه هم داره. ممنونم از محمد شاهین غلامرضایی. این شاهین و شاهین اشتباه میکنیم، ولی ایشون قشنگ چون 2 تا ای نوشته میشه بفهمیم که شاهین هست، شاهین یه ای داره. ایشون نوشته سلام، برنامه‌تون رو دیدم، یه عده به قول شما هنوز تو زمان شاه زندگی میکنن. ببینید من برای ایشون ریپلای نوشتم، من به ایشون پاسخ دادم، همین زیر هست. حالا خانم نیر نوشته که خوشحال هستم که این برنامه رو ندیدم. من براشون نوشتم اشکال ما، خانم نیر عزیز، خواهر مهربان من، اشکال من و شما همینه که هر چیزی که برخلاف عقیدمونه حتی تحمل شنیدن و دیدنش رو نداریم. حقیقت تلخه، دروغ شیرین و گوارا. این رو برای ایشون پاسخ نوشتن. آمدم پایین تر، آقای وحید تهرانی که امروز بهشم خبر دادم روی میز تشریح میخوابونمش، نوشته که آقای سربی این دموکراسی شما، مگر در کامنت های من توهینی بود که پاک کردی؟ همین مشخص کننده است که شما
به غرض حرف میزنید و این پست های شما کلن پوچ محسوب میشه. چرا دوستان؟ ایشون توی اون یکی دیگه رفته بود نوشته بود، بعد من بهش میگم آقا شما باید بزنی باز بشه، میگه نه نیست. خب درست میگه، تو این اگه بزنه باز نمیشه. حالا باز یه تریک دیگه یادتون بدم، حتی اینجا که من جواب به ایشون مینویسم، اگه دو سه تا جواب بدیم دوباره فیسبوک ببینید view more replies، ببینید دوباره یه صفحه دیگه، بعد ببین به جوکم میگه، میگم بابا اونجاست، شما لابد بلد نیستی بخونی یا پیداش کنی. میگه پس من حتما خیلی حلالزاده ام که نمیبینم، یعنی یه جوری به ما فوش میده شماها حرومزاده هستی، شما کامنت قبلی منو اینجا ریپلای کنی، من چرا نمیبینم؟ برای که عزیز من بردی گذاشتیش تو سوراخ دعای اسرائیل دیوار ندبه، بعد رفتی مشهد دنبالش میگردی، خب معلومه که اونجا نیست. بله من اینجا نوشتم دوستان یا دشمنانی که بدون دیدن برنامه نظر دادید، حقیقت تلخ است، دروغ شیرین، انتخاب با شماست. هر وقت مایل بودید حقیقت را قبول کنید، سربی با مردم را تماشا کنید به امید روزهای بهتر. اینجا هم نوشتیم بابا این طرفداران پهلوی به جز توهین، تهمت و تهدید کاری دیگر بلد نیستند. 57 سال حکومت کردند، مملکت را دو دستی به آخوندها دادند، هنوز هم دست بردار نیستند. خودتون نظرات اینها را بخوانید. حالا نظراتشون ممکنه اصلا اینجا نباشه. چرا؟ اگه فوش بدن توهین کنن من ور میدارم. مثل یک خانمی به نام سوسن رئیسی فحاشی کرده، بعد میگه چرا برداشتی؟ میگم خانم شما، عذر میخوام این حرفو میزنم، شما مثل تنفروشای شهر نو حرف میزنی. خب من نمیتونم بذارم اد اینجا، مثل آدم باش تا راد بدم. خب حالا بیایم اینجا، خانم نیر قربانی ایروانی که اصلا فیلمو نگاه نکرده و خوشحال هست که نگاه نکرده، چون که یه نفر به من حمله کرده که دوست من هست، آقای وحید تهرانی، آقای خانم نیر خانم خوشحال، روز شما خوش جناب صوربی. من که کامنت آقای تهرانی رو خواندم و خودم هم کامنت گذاشتم که پاک شده است، نه حرفی نامربوط در آن بود و نه توهین. شما هم رفته بودی تو اون قسمت دومی، بعد شمایی که از هولتون توی صوربی، صفحه صوربی میان میذارید، توی صفحه مردم میان میذارید، صوربی اگه دو بار یا فیسبوک دو بار گذاشته باشه شما دو بار میذارید، اقلا یه چیزی رو یادداشت کنید، یه نمونه ای و الی آخر. خب حالا میایم پایین، این دوستمون آقای اقبال کاکبریا، ما چند بار از ایشون دعوت کردیم، ایشون هنوز شهامت و شجاعت شرکت در برنامه رو نداره. من این صفحه رو بزرگ نشون میدم که شما ببینید این ریپلای و اینها اینجوریه، باید بازش کنید. ببینید همینجا باز با وجودی که من نوشتم باز ریپلای هست. ببینید خانم قربانی، اینجاست که حالا باید از وحید روی میز تشریح تشکر کنم. وحید عزیز، اولا دیروز توی اون قسمت آمد از من عذرخواهی کرد، گفت شما درست میگی، فیسبوک بسته بوده اینا رو، الان باز شده هست، این بزرگیشو میرسونه. ممنونم ازت وحید جان، من هیچ دلخوری ندارم، من روزی 10 تا از این مشکلات دارم و حلش میکنم. خب بابا ما معلم بودیم، بچه هم لاستیک اونو پاره میکنه، بچه هم میاد سنگ میندازه، سنگ میزنه، خط میکشه به ماشینمون، فردا با عشق بیشتری میریم اونجا. وحید عزیز برداشته برای خانم قربانی نوشته، خانم قربانی دیشب من هم کامنت های خودم رو نمیدیدم و به گمان میرسید پاک شده، اما بعد از چند ساعت دیدم کامنت ها جای خودشون استوارن، مقصر فیسبوکه، گاهی قاطی میکنه و مایه دلخوری میشه. خداییش فیسبوک تنها تقصیری که داره اینه که روشش رو هی عوض میکنه و من و شما هی باید یاد بگیریم، هیچ اشکالی هم نداره. دوستان از یاد گرفتن فرار نکنید، بیاین سراغ اقبال، چون باید ساعت 3 بریم سراغ بابک ایروی. این آقای اقبال نوشته، مگر اون بچه‌ای که پادشاه یهود بود سواد داشت؟ مگر شاپور نهمین پادشاه ساسانی که در شکم مادرش بود و هنوز به دنیا نیامده بود و تاج را روی شکم مادرش گذاشتن سواد داشت؟ آقا من دنبالش رو نمیخونم، چون دلم به حالت میسوزه که شما
آقای گودرزی رو با خانم شقایق دیگه میدونید یعنی چی مقایسه میکنید، یک. بعدم عزیز برادر اقبال جان، به خاطر همین کسافتایی که تو اینجا نوشتی که تاج رو گذاشتن رو سر شکم مادرش که بچه زایده نشده بود، بچه یهودی که سواد نداشت، شاپور نهمین، به خاطر اونه که من و تو تو قرن 21 مثل بگم چی هنوز داریم در این جن در این منجلاب گل میریزیم رو سر هم دیگه. هر وقت تونستی بیا با هم صحبت کنیم. آقا نوشتیم شاه دیپلم نداره، شما بگو بیاد دیپلم داره، سال 1958 از دانش از مدرسه فلان دیپلم گرفته. این مزخرفا نشون میده یه مش آدم بیکاری هستیم، شما بیکار، منم از شما بیکارتر. بعد به هم دیگه هم پرخاش میکنین. اون آقای شهریار نوشته که مشقهای محمد رضا شاه رو در سوئیس فردوس انجام میداده، ایشون برداشته به اون حمله کرده. شهریار یغمایی، هر وقت خودت تونستی مشقها را درست بنویسی و به جای مشقها ننویسی مشقها، اون وقت از محمد رضا شاه هم ایراد بگیر. آقا گد لایف، آمریکایی‌ها وقتی میگن گد لایف یعنی آقا خیلی کارت خرابه، برو یک شغلی برای خودت پیدا کن. بله حالا ببین آقای وحید جان، توی این که 15 تا کامنت هست اون وقت اینجاها بود، ببینید بفرمایید اینجا آقای شاهین یا بله این مثلا شاهین اول نوشته شاهین ریکیار رستمی نوشته من جواب دادم و ببینید من 15 تا بود باز کردم، 4 تاشو باز میکنه، فکر کنم جدیدترینشو باز میکنه یا قدیمیترینشو، دوباره اگه دید براتون جالبه شما میزنی بیشترشو باز میکنی. من به این نتیجه رسیدم ای کاش بشه فیسبوک رو این کامنتاش رو هم مثل یوتیوب قطع کنیم. آقا من نظرم اینه، حرفمو میزنم، شما اگر آدم باشی، انسان باشی، پژوهشگر باشی، میگی ای بابا این شاه این همه به ما گفت بودن مدرک سوئیس داره، یکی دیگه نوشته بود آقا ایشون 3 زبان صحبت میکنه، آقا بیا برو آلمان همینجا اسپانیشات 5 زبان صحبت میکنه، الان دیگه چلو کبابی های ایرانی رو آقای جانی کباب نمیدونم فلان اسپانیش حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، فارسی حرف میزنه، فرانسه حرف میزنه، خود اسپانیشات چندین زبان دارن حرف میزنن، توتی 5-6 تا زبان حرف میزنه. زبان چه کار سواد داره بی سواد؟ واقعا ملت بدی هستیم، واقعا آدمای بدی هستیم. یه بار دیگه من توضیح میدم دلیلی که من امروز جلو ویدیو نیستم اینو. بله آقای سربی شما چرا دیگه این حرف ها رو میزنی؟ شهلا یزدان این حرف ها رو قبول میکنید؟ شاه و فره هر دو با سواد بودن، با مدرک این حرف ها رو بزنید. عزیز دلم من میگم سواد ندارن، مدرکم ندارن، شما اگه میگی سواد دارن شما برو مدرک بیاد. هفته پیش بود با آقای زمانیان صحبت میکردیم راجع به این که آقای دکتر محمد علی طاهری کشته شده یا کشته نشده. ایشون گفت هی به ما میگن مدرک. آقا وقتی کسی کشته شده وجود نداره، سنگ قبرش هم اونجاست، من چه مدرکی بیارم؟ شما که میگید زنده است برو مدرک بیار. خانم شهلا یزدان که بت پرستی، شما برو مدرک بیار که شاه لیسانس داشته، شما برو مدرک بیار که خانم فرح معماری خونده، مردشور همشونو ببرن، به من چه؟ ضمناً اون نامه‌ای رو که گفتم آقای آریانپور پاسخ داده بود این بود، یه جوان نوشته بود که شاید دلار دوباره 800 تومان نشود، بنزین 100 تومان شاید، اما من دوباره 23 ساله نخواهم شد، توافقتون مبارک. همچین جوانم هم نیست، همسن ماست، 23 و 37 میشه 60. مردی که دیروز بی محابا سنترفیوژ اضافه میکرد یک قهرمان هسته‌ای بود، مردی هم که امروز سنترفیوژ ها را برمیچیند یک قهرمان هسته‌ای است، اما قهرمان واقعی من هستم که هزینه هر دوی این قهرمان دیروز امروز را با جوانیم پرداخت میکنم. امضا جوان ایرانی. و این بود که آقای آریانپور پاسخ داده بود شما مقصر اصلی هستید نه قهرمان هستی. اگر پدر شما انسانها ملیگرایانی بودند و کشورشان برایشان ارزشمند بود، آنها در هیچ زمانی حاضر نمی شدند رژیم نسبتاً خوب گذشته را دو دستی تقدیم این رژیم جهنمی داده و بالغ بر 37 سال هر روز چوب کسافتکاری های این لاشخوران را خورده و صدایشان در
نیاید. دوستان عزیز، بریم آگهی ها رو ببینیم و بیایم. بعد تو این فاصله با آقای بابک هروی تماس میگیرم. شما هم اگه مایل هستید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم، بسیار ساده است. اگر من میتونم صحبت کنم و حرف بزنم، شما هم بیان. میدونم الان تو دلتون میخندید، میگید آقا مگه ما مثل تو دیوانه هستیم؟ مگه ما بی خود میایم وقت عزیزمون، عمر عزیزمون رو با وحید و نیر و شعلا و شهین و این و اون تلف کنیم؟ دوستان حاضر بشید وقتتون رو تلف کنید، یه چیزی یاد سوربی بدید. سوربی حاضر بشه وقتش رو تلف کنه، فوری به وحید فوش نده، قشنگ ریلکس کام داون، شرط بستم بهش، قرار شده بریم کلم پلو بده، با هم صحبت کنیم. ممنونم، آگهی رو میبینیم و میریم سراغ بابک هروی از کالیفرنیا. مرسی. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0795821111. لطیف زمانی، غیر ممکن را ممکن می‌سازد. دوستان عزیز سلام مجدد خدمت شما. در فاصله که با بابک میخواستم تماس بگیرم، یه دوستی گفت آقا خیلی گرد و خاک میکنی. گفتم بلکه این گرد و خاکا باعث بشه اون دوستان دیگه ببینن بابا یه موجود زنده اینجا داره تلف میشه، بیان این خاکا رو یکم آب بپاشن و به اصطلاح فرونشین کنن. بابک عزیز، بابک هروی، خبربین، حالا خبرسازم هستی یا خبرنگاری فقط یا خبر؟ چون بعضیا خبرچینن ولی شما خبربین هستی، اینو برای ما توضیح بده. بعدم امروز اون فیلمی ما سلام و درود به شما و هموطنان عزیزمون که محبت میکنن و خب ریخت نحس من رو تعامل میکنن. خیلی خوشحالم از دیدن همتون. ممنون که این فرصت رو به من دادیم در این به قول معروف زمان کوتاه. و در مورد خبر که گفتین، آی سعودی عزیزم، من یک عمری همیشه میگفتم مرگ بر خبر. یعنی از ایران که اومدم بیرون در سن شاید 21-22 سالگی، واقعا تا 15 سال اخبار نگاه نکردم، گفتم مرگ بر خبر و اعصاب نمیمون برام. اما الان متاسفانه کار به جایی رسیده که بجز خبرچینی هر کار دیگه آزارم بکنم تو کشورمون تباه نشه. همین. خب بگو ببینیم ماجرا چیه، این سخنرانی که فیلمشو برای من فرستادی چگونه هست؟ و ضمناً یکی از اون قواسهایی که بعدن حالا صحبت میکنی اینها فامیل ما هست که وقتی اون فیلم رو من چیز کردم گفت ای داد بیداد این مال 21 سالگی من هست و من همیشه دنبالش بودم و اینا، خیلی خوشحال شد. خب در خدمت هستم. خوشحالم که این دوستمون زنده است. بعد عرض شود خدمت شما که آی سعودی، مسئله اینه که یه کسانی اشتباه میکنن یا در صدد جبرانش برمیان یا حداقل خف مرگ میگیرن، یه گوشه پتو رو میکشن زیر سرشون قایم میشه. اما یه دسته از مردم هستن که اشتباه که میکنن هیچ، کار پلید که میکنن هیچ، رذالت و بیشرفی که میکنن هیچ، تازه میان سخنرانی هم در موردش میکنن. یکی از این اشخاص حاج محسن رضاییه. حالا چرا؟ قبل از برنامه خیلی داشتم به خودم کنکاش میکردم بابک معدب باشه.
حرفی به این بابا نزد. بگو آقای محسن رضا. آقا اصلا دهنم در نمیاد به این بگم. بودم خیلی خوب. چی بگم؟ بالاخره به اینجا رسیدم که بگم حاج محسن. حالا چرا حاج محسن؟ اخیراً خاطرتون باشه دو تا از ایرانی ها رو در عربستان سعودی حاجی کرده بودند در گمرک و مشخص شد که این حاجی ها موقعی که برمیگردن یه چیزی رو به باقی نمیگن که اینا هم خودشون برن اون تجربه حج رو تجربه کنن. حالت شد و کار به اینجا رسیدن بهترین نام واسه این حاج محسنه. چه بهتر از این؟ بعد داستان حاج محسن رضایی. این حاج محسن عملیات کربلای چهار رو که اصلا این اسمای تحوه‌آور رو روی عملیات فرزندان رشید ایرانی گذاشتن برای دفاع از خاک پاک ایران زمین غلطی بود، موقعی دستور انجامش رو داد که تمام فرماندهان ایرانی به جرأت میدونستن که این عملیات لو رفته. یعنی در آن سوی اروند در کرانه دیگر اروند مسلسل‌های عراقی منتظر جوانان ما هستند. تا حتی گفته هست که میگوید عراقی‌ها خودشون به ایرانی‌ها اخطار کردن. یعنی جنایت تا اون لحظه در هور، در آبها، در چون جنگ رو اینها موقعی که فتح‌المبین تموم شد، عملیات فتح‌المبین تموم شد و خرمشهر آزاد شد، بچه‌های ما تا بسته رفتن. یعنی بومه بسته دست ما بود تا حتی بچه های ایرانی ارتشی نه سپاهی اون موقع بسیج هم نبود تا روی دیوارها شعار نویسی کردن. اما ستاد فرمانده ایران دستور بازگشت از خاک عراق بود. توجه بفرمایید، برای این هم مطرح. موقعی که بچه ها برگشتن در این زمان هر دو حریف یک خطوط صفر مرزی بودن، حالا با 5 کیلومتر این برون بر. اینجا محسن رضایی میاد میگه آقا جنگ به بنبست رسیده. بنبست؟ ببخشید من اینجا رو نفهمیدم. اگر ما قراره بیایم بجنگیم، هدف از جنگ پیروزیه، پس ما رفتیم توی بسته، چرا فرمان عقب نشینی داد؟ اگر عقب نشستیم پس میخواهیم که مذاکره کنیم، صلح کنیم یا حالا هر چیز، پس چرا میگی جنگ به بنبست رسیده؟ ببینید تمام این لغت‌هایی که این مرد کثیف به کار میبره تمام دارای مفهوم معنی هستن، مفاهیم ذهنی این آدم که فقط باید انسان درست بشنه. در صورت سخن کوتاه میکنم آی سوربی، یه ویدیویی هست که این حاج محسن در همین اخیراً در مورد 275 قواس شهیدی که قواس که چه ارز کنم حالا توضیح میدم، اجسادشون پیدا شد، این سخنان و مزخرفات رو ایراد کرده. اگر محبت کنید بله. این ویدیو رو بگذارید بعد من میتونم در موردش یک سری مطالب جدید رو توضیح بدم. اجازه بده من این رو ببینم پلی میکنه یا از خود اینجا برای بابک. قبل از اینکه بیایم روی چیز گفتم که من امروز چشم چی میگفتن؟ چشا وقتی دو قلو چیز میدید درست نمیبینه. حالا ببخشید بابا قلی میگفتن یه چیز بابا قلی آقا مادرم دلش کنه چیکار دارید چی میگفتن قربونتون برم. اوکی بذار من اینو آوردم اینجا. اون بار لغتش از من نپرسیم دیگه، من که میدونیم. چش خب بیارمش اینجا روی تصویر شما و بفرمایید. اسامی قواس ها را همه شما خواهید شنید. حدود 270 تا شهید رو ما امروز تشییع جنازه میکنیم. 175 تا از اینها قواس و خطشکن هستن، البته یعنی خطشکن ها هم جز این 175 تا هستن. اسامی رو شما میشنوید، اما من میخوام بگویم که قواس ها چه کاری میکردن در جنگ. قواس ها حساس ترین مأموریت خطشکنی رو بر عهده داشتن. یعنی یک ساعت قبل از اینکه عملیات شروع بشه قواس ها از ساحل خودی و در دل تاریکی شب به سمت سنگرهای دشمن بایستی حرکت می کردن. علت این که به قواس ها ما رسیدیم این بود که از سال سوم جنگ به این طرف جنگ به بنبست رسید. به نتیجه رسیدیم جنگ رو باید بکشونیم توی دریاها، توی رودخونه ها، توی طالابه ها، و در اونجا ناچار شدیم که
یک نیروی جدیدی به نام قواسان مجهز بشیم، به طوری که در عملیات بر فجر 8 ما با 2000 قواس به ساحل دشمن حمله کردیم، اما در عملیات کربلای 4 چون بخشی از نیروهای ما وارد شد، قواسهای کمتری به خط دشمن زدن. خب مسئله بی سادگی نبود، چون وقتی قواسها از ساحل خودی رها می شدن به سمت دشمن می رفتن، فقط سرشون از آب بیرون بود. با اینکه ما در دل تاریکی شب حمله می کردیم، اما حتی نور ستارگان هم سطح آب رو روشن می کرد و در حالی که دشمن می دید که چیزهای سیاهی به سمت اونها داره میاد، شهدای ما می رفتن، قواسهای ما می رفتن. این اواخر در کربلای 4 چون دشمن چشمش از عملیات بر فجر 8 ترسیده بود، آمده بود نورافکنهایی رو بر ساحل خودش گذاشته بود، هر یک ساعت، هر سه ربع ساعت این نورافکنها رو روشن میکرد، تمام سطح اروند رو و تمام سطح دریا رو با نورافکن میدید. قواسا باید در چین شرایطی میرفتن، کارشون چی بود؟ این بود که خودشون رو به تیربارها برسونن، تیربارهایی که تو ساحل بودن تیربارها رو خاموش کنن تا موج دوم که موج قایقه ها بود، اینها بتونن در زیر سایه امن و با امنیت خودشون رو به ساحل برسانن. رفتن جنگیدن، خط دشمن رو منهدم کردن، به عمق دشمن هجوم بردن و حمله کردن. ایران امروز قوغاست، یک آشورایی به پا شده در ایران، پس شهدا زنده هستن. بله بله ممنون. بله بفرمایید. شما جناب سرودی، همینقدر عرض کنم که این حاجی کثیف داره دروغ میگه. یعنی از اولی که این دهن کثیفش رو باز میکنه، این آدمکش جانی داره به ملت ایران، پدران، مادران، خواهران و برادران این قواسا دروغ میگه تا آخرش. حالا چرا؟ اولا همونطور که گفتم که برای 4 لو رفته بود و یعنی میدونستن که هر کس که از اروند رد بشه فاتحش کنید. بعد این میگه قواسها یک نیروی جدیدی بودن. نه رضایی، حاج رضایی، تو حقم داری چون خطر رو توی تمام مدت جنگ تو ندیدی. ببینی یک بار محسن رضایی زخمی نشد، یک بار. چرا؟ چون خط مقدم رو که سهله، خط پشتیبانی رو هم نمیدید، جرأتش رو نداشت، فقط به نزدیکترین پادگان میومد، دستوراشو میداد، دستورای قتلشو میداد و فرار میکرد. روز عملیات هم چه نمید. حالا برمیگردیم به حاج رضایی. حاج رضایی، قواس ها در ارتش ایران 20 سال سابقه حضور داشتن که به نام SBS نامیده میشد. SBS ها سری اولشون در انگلستان دوره دیده بودن و باقی رو سری اول در ایران تعلیم داده بودن و به نحوه احسن. و همین SBS ها بودن که در عملیات مرواری سکوهای الامیه و البکر رو اشغال کردن، تمام نیروهای عراقی روش رو کشتن و سکوها رو نابود کردن. پس قواس بود، اما آن چیز که تو میگویی نه. حالا چرا؟ مردک بی سواد. قواس به کسی میگوین که بره زیر آب، یعنی تجهیزات اکسیژن همراه داشته باشه، کپسول اکسیژن، و در موارد نظامی کپسولای اکسیژن خاص هست که بهشون میگن کپسولای اکسیژن مدار بسته یا closed circuit، یا حتی بدون اکسیژن اونایی که قواس مروارید هستن. بله بله، اینها closed circuit دارن که حتی آی سربی حبابهای هوای تنفسشون رو آب نیاد. دشمن یعنی از قواس ها، از SBS ها، نیروی دریای ایران برای غافلگیری مطلق و یا شناسایی استفاده میکرد و اینها قوی ترین مردان ایران بودن به جرأت. درست؟ حال یعنی اینا
الامی و البت رو گرفتن، نابود کردن و به سلامت همه به پایگاه خودشون برگشتن. یکیشون مثل که تیر خورد و زخمی شد. اما آقای محسن رضایی که به دستور و فرمان امامش خواست خودش و بیمه کردن انقلاب نگون انگلیسیش قصد داشت که نسل کشی رو ادامه بده، دید جنگ به بن‌بست رسید. بله دیگه جنگ نبود، یعنی عملیات ولفجر دو یا ولزجر دو که تموم شد دیگه جایی برای حمله نمونده، نه اونا میتونستن، ما میتونستیم به اونا حمله کنیم چون خودشون توی مواضعشون دفن کرده بودن، نه اونا به ما حمله میکردن چون ضربه شست چشیده بود. پس سکون بود، اینجا باید مذاکره میشد. اما خامنه‌ای، رضایی و اینا رو با سند میگم، یعنی دفعه بعد هر کس که خواست این رو به قول معروف به چالش بکشه اسنادش رو میاد. من مثل نوریزاده نیستم که بیارم بعد یادم بره، نه میاد. اینها میخواستن جنگ ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون اولا از روی خرید اسلحه راندهای وحشتناکی میبردن، دوما از احتکار اجناس درصد بسیار بالایی در داخل میخوردن، و سوما نسل کشی میکرد. اگر شما محبت کنید عکس شماره 3 رو نشون بدید، این کلکی بود که محسن رضایی به فرزندان ایرانی میزد، یعنی یک سری موانع علکی برای اینها درست میکرد، اینها رو میبرد که مثلا اینجوری باید شما تمرین کنید، مانور کنید، به دشمن حمله کنید. اما غافل از این که سیم خاردارهای دشمن مثل سیم خاردارهای توی عکس نیست. آقای صحابی من یادم نمیره ما زمانی که به عراق در منطقه هاجمران حمله کردیم و ارتش ایران سیم خاردار نداشت و پایگاه زده بودیم، موزه زده بودیم، باید دوش سیم خاردار میکشتیم. پس مجبور شدیم بریم از یه پایگاه عراقی بالاتر سیم خاردارهاشو جمع کنیم، به همین بدبختی که میگم بیاییم دور پایگاه خودمون بکشیم. باور نمی کنیم این سیم خاردارا رو ما هر بخششی که دست میزدیم دو جا سه جای دست ما میبریم و به عمق اقل 1 تا 2 میلیمتر، یعنی هر برگش 3 تا 4 شاخ داشت و این شاخها همه مثل تیغ ژیلت تیز بود. اینی نبود که تو عکس بود. میبردن یک سری بچه ها رو مثل اون بچه که در عکس 1 و 2 براتون فرستادم، آقای سردی این بچه حتی 18 سالش هم نیست. حالا کدوم سپاهی بسیجی ملای بی پدر و مادر بی همه چیزی اجازه داده اصلا این پاش رو توی خط نبرد بگذاره؟ من نمیدونم، ولی کار غیر قانونیه، چون قانون ایران در آن زمان میگفت شما از سن 18 سالگی بالا بیرون میتونی به جنگ بری، بچه زیر 18 سال نباید به جنگ میبردن. و این بچه ها با اون صحنه های خیالی دروغ بهشون گفتن و بهشون گفتن شما قواسی. حالا اینا چگونه قواسی بودن؟ قواسانی بودن که فقط یک دست لباس قواسی چینی به اینا داده بودن، شاید اون روز 1 دلار بود، و یک کلاشنیکوف چینی که شاید 10 تا 15 دلار قیمتش باشه. اینو به اینا داده بود. کپسول اکسیژن نداشتن. از خدمت شما مدار بسته شما تو سر من بخوره، تو سر اون حاج محسن بخوره که میاد دروغ میگه، و یک کلاش هم دستشون بود. یعنی اینها اصلا مشخص نبود اونور اروند که از آب اگر بیان بیرون این اسلحه حتی شلیک کنه، چون اسلحه تو آب رفته و فشنگا ضد گلوله نیست. اینا این یه فشنگه، این فشنگ ضد گلوله است. چیکار میکنن؟ توی دهنه اینجا رو و تهش رو که چاشنیش باشه رو ور میدارن و یه مایه میزنن که این آب توش نده. ما آب. نداشتیم از منظور ضد آبه گفتی ضد بله آبه. سیر میکرد ما نداشتیم. پس اینا حتی اون سر آب که میمدن بیرون دلیل نداشت که اصله هاشون شلی کن. پس اینا قواس نبودن، اینا شناگر بودن، شناگران تفلکی که گول خورده بودن به وسیله محسن رضایی، امثال محسن رضایی، در یک عملیات لو رفته از اروند رد شده بودن و طبق معمول محسن رضایی در یک شب مهتابی. ببینید اروند شب ابری هم داره،
که اصلا نور ستارگان آسمان هم نباشه. بر پدر دروغ بود لعنت حاج محسن، شب ابری نمیتونستین حمله کنین؟ تو با کدوم دانش نظامی، با کدوم دوره‌ای که طی کرده بودی در آن روز، با کدوم کلاس دانشگاه جنگی که رفته بودی تصمیم گرفتی این جوانان در اون شب باید کرد؟ با اجازه چه کسی بر سر جان جوانان و پسران و بچه های ملت ایران تو تصمیم گرفتی؟ آقای سربی، اینی که میگم این شوخی نیست بینندگان عزیز من. یک همچین ویدیویی در یک کشور به نسبه آزاد، حتی آزاد، این سند جرمه، این سند قتله، این سند نسل کشیه که خود این بی همه چیز داره میاد میگه من فرمان دادم اینا از لبه رودخانه سفدا شد در شبی که ستارگان دارن سوسو میزنن. و نه، ماه تو آسمونه، بلا اگر ستاره هم سوسو بزنن شما در امواج اروند سر کسی رو نخواهید دید. محسن رضایی، چون خودت اونجا نبودی یه کاغذ رو دادن دستت که بخون، آخرش هم باز سرتون میدازی گردن خود شده تو با اون کاغذ نگاه میکنی، تو حتی اون کاغذ رو نتونستی درست بکنی. بی سوا با چه سوادی بچه های ما رو از اون خونه رد کردی و به قتلگاه اونها فرستادی، به جایی که عراقی ها خودشون گفته بودن آقا نیایی، در یک عملیات لو رفته. تو بی همه کس میگی 275 نفر اینها بودن، دروغ بود، 175 خط شکن به قول خوده، 100 نفر دیگه چه کار میکرد؟ 100 نفر دیگه برای چی رفته بودن؟ یعنی اگر تو اجازه دادی که 100 نفر بی خود با 175 خط شکنت برن، تو قاتل 100 نفر مستقیمی، چون عدم لیاقت در فرماندهی داشتی، چون عدم صداقت در فرماندهی داشتی، چون عدم اطلاع در فرماندهی داشتی، چون عدم سواد در فرماندهی داشتی. ولی شماها، تو، آقای خامنه‌ای، آقای خمینی، آقا که چرس کنن اومده بودیم برای یه نسل کشی. چرا؟ همان جوانانی که انقلاب کرده بودن توی خیابان‌ها بودن و اگر در خیابان‌ها میموندن شما رفعه میبودن، چون خودت محسن، حاج محسن، میدونی موقع عددی نبودی، حالش هم نیستی نو کردون آبتیل سیوی گوربهی باشه، آردشو رو ریخته اردتون بودن. تو فقط با پول خون جوانان ایران و بعدش هم پول سیگاری که وارد ایران میشه چنان خودت رو بستی که فکر کردی که خونت نمیشه داد. نه و این حاج محسن سخت در اشتباه، سخت در اشتباه. بدون و اینو به تو اطمینان که نزدیکترین کست تو رو با تیر خواهد، و اینو من به تو اطمینان، یعنی مرد از شریان تو تو نزدیک ده. تو البته مرد دوت نمیخواد. چرا؟ چون به زودی در یک دادگاه آزاد با وکلای خوبی که حتی بگم دولت ایران برای تو بگیره، تو باید بایستی و در پیشگاه ملت از این یک ویدیو خودت دفاع کنی. تو قاتل فرزندان ایران هستی. تو را اگر در دادگاه صالحه در خارج می بردن حد اقل به حبس ابد و یا به اعدام محکوم می کرد، چون تو با اطلاع بچه ها رو گول زدی بدون هیچ گونه امکانات و وسائل مناسب، اونها رو قانع کردی که از اروند رد شن، با اینکه اطلاع داشتی که عملیات لو رفته و اینها موقعی که رفتن، رضایی راستش رو بگو، اگر اینها در اثر تیراندازی عراقی ها در اروند کشته شدن چگونه دست و پاشون بسته بود؟ کردی چه مزخرفی داری میکنی؟ کسی رو که با تیر بزنن تو اروند که دست و پاش بسته نیست، این از کجا بردی؟ چرا دارید به این ملت دروغ میگید؟
چرا داری دروغ؟ اینها یک گردان بودن که شما فراموش کردیدشون. یعنی در منطقه زدادی و بعد فراموش کردید که اون گردان اینجاست. و این بچه های وفادار با شرف ایران دوست اینا موندن اونجا فکر کردن حمله است. عراقی ها شده و عراقی های بی ناموس تر از شما هم، بی صفت تر از شما هم دست و پای اینا رو با سیمای مخابرات بستن و هر کدوم یک گلوله زدن در خاک نشوندن. بابا جان میگن حتی گلوله نزدن به اینا، میگن اینا رو زنده زنده با بولدزر و لودر و اینها دفن کردن، چون اون آزمایشات دی ان ای اینا مشخص میکنه که کسی که زنده باشه و به اصطلاح توی ریش و اینا مثل که خاک میره. در اصل عنوان نکنیم بهتره. ممنونم ازت، میدونم تو هر وقت صحبت میکنی متاثر میشی، ولی باید گفت حقیقت و تاریخ رو باید گفت هر قدرم که تلخ باشه. بازم ازت ممنون که وقت خودت رو به ما دادی، سعی کن در آینده بیشتر با ما باشی. ممنونم ازتون جناب صوبی. از اینجا میخواستم از تمام رزمندگانی که برای ایران مستقیم و غیر مستقیم، به خصوص تکاوران نیروی دریایی ایران، واقعا این عزیزان های صوبی از جنان خودشون، از همه چیز خودشون بارها و بارها و بارها و بارها مایده باشن. ما الان تکاور داریم که روزی 4 بار باید داروی مسکن تزریق و بازارون نمیشه. جان من فدای همه اینها، جان من فدای ایران، ایرانی به خدا، به خدا که خود خدا. ممنونم ازت بابک، بهترین ها رو برات آرزو میکنم. با امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای بابک هروی بودیم. حتما صفحه شخصی ایشون رو پیج روی فیسبوک و صفحه خبربین رو که در برنامه هم نشون دادم برید دنبال کنید، ببینید مقالات و عکس‌های جالبی میذاره. شما هم اگر نظری دارید میتونید بیاین در برنامه شرکت کنید. من امروز قرار بود با یه دوست دیگه از آلمان صحبت کنم، ایشون متاسفانه نتونست به موقع آماده بشه. امیدوارم برای دوشنبه به اصطلاح ایشون بتونه با من و شما باشه و اون هم نظرات خودش رو بگه. همه میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن، شما هم کمک کنید تا این به اصطلاح اسمی رو که ما گذاشتیم به حقیقت بپیونده و بتونیم این تلویزیون مردم از مردم با مردم و برای مردم باش. اجازه میدید من دیروز اینجا یه فیلمی رو، یک گزارشی رو، صحبتی رو، اینترویوی رو دیگه والا یادم میره چی بگیم، با آقای مهدی مهدیزاده انجام دادم. اون رو از دیروز تا امروز صبح تا امروز حدود 3 بار پخش شده و از امروز تا دوشنبه یک شنبه هم پخش میکنم. حالا اگر شما در این منطقه هستید و مایل هستید در برنامه روز یک شنبه ایشون 26 شرکت کنید، با شماره تلفن بذارید بهتون نشون بدم، 202-680-0456 تماس بگیرید، از ایشون سوال کنید. یه برنامه رو گذاشتن به نام GG26 یا God's Grace، فکر کنم بهترین ترجمهش همین رضای الهی باشه. و اینه، ببینید که من دیروز از ایشون سوال کردم، خود این لوگو و علامتی که شما اینجا گذاشتید یه مقداری سوال برانگیزه و توضیح لازم داره. قرار هست که ایشون در روز یک شنبه اون توضیح و اینها رو بده. در برنامه یک شنبه 26 که از 1 بعد از ظهر تا 11 شب هست، ساعت 7 به بعد اون ماجرا، اون برنامه شام و موزیک و اینها هست که ایشون حتی گفت که 3 نوع خوراک داریم، گفتیم حالا نگو، ما دهنمون آب میفته، میاییم اونجا میبینیم. بعدم به من گفت که ایرانی، منم به شوخی گفتم حتما چلو کباب هست، گفت بله، ایتالیایی و فرانسوی. قیمت بلیت برای نمایشگاه و این به اصطلاح برنامه رقص و خوراک و اینا همش 26 دلاره.
26 هم از اون عدد عددی که برای کلمه گاد خدا، مثل که یهودیان بهش باور دارن که 26 هست، مثل ماها که میگیم ابجد و نمیدونم حوض و این چیزا، اونا هم برای خودشون ماجراهایی دارن، چون همه این دینا حقیقتش یه چیزی هست. خلاصه برید ببینید، من هم اگر کارم به موقع تموم بشه میام اونجا و با شما خواهم بود. شماره تلفن 202-680-04-56، ایمیل ایشون هست TU برای Teacher University 26gg@gmail.com. پس شد TU 26gg God's Grace @gmail.com. و دوشنبه هم اونایی که رفتن اگر لطف کنن به ما زنگ بزنن بگن چجوری بود. ما ایرانی ها عادت داریم که اگر یه جایی میریم راضی نیستیم فوری شکایت میکنیم، ولی یادمون میره اگر رفتیم یه جایی زحمت کشیده بودن و به اصطلاح برنامه خوبی رو تهیه دیده بودن ازشون قدردانی کنیم. اینجا میگن complain and compliment، یعنی شکایت که ما استاد هستیم، خود من نمبر وانم، و تشویق همون کامپلیمنت شما من هممون. این متاسفانه توی فرهنگ ایرانی هست، میتونیم تغییر بدیم. فرهنگ مجموعه عادات و رفتاری هست که یه ملت یا یه عده‌ای دارن، اینا هم همش قابل تغییر هست و به قول معروف روی سنگ نوشته نشده. ببخشید این خودکار من از دستم افتاد، گفتم بهتون امروز چشمم نمیبینه. و اما یک فیلمی رو من اون روز نشون دادم از یک معلم فداکار که در یزد ایشون خدمت میکنه و پس از اون دوستانی تماس گرفتن گفتن آقای سردی همون جوری که شما گفتید ما باید سعی کنیم هر کدوم به یه نفر کمک کنیم، ما میخوایم به این دوستمون کمک کنیم. یکی از دوستان از کالیفرنیا حتی امروز گفتم آقا نفرست، من هنوز ایشون رو پیدا نکردم. گفت ببین سوربی، من $200 گذاشتم تو پست با چک، تو کتاب جاسازی نکردم، تو نمیدونم زیر ماشین مثل هروئین فروشا جاسازی نکردم، گذاشتم با پست، داره برات $200 چک میاد و اون رو شما یا به این معلم برسون یا به هر خرجی که خودت صلاح میدونی. یه بار دیگه ما به عنوان تشکر از اون دوستمون که هر وقت من یه صحبتی کردم نیازی بوده آمده و حمایت کرده. جالب اینه که ارمنی هم هست این دوستمون. تشکر از این دوستمون. و با این که به شما یادآوری کنیم اگر شما هم حاضر هستید کمک کنید، کمک کنید این شخص رو پیدا کنیم. اولا این گزارش توی آمریکا وقتی یه گزارش میدن میگن کجا هست، چه دهی هست، چه شهری هست، چه مدرسه‌ای هست، بعد یکی بخواد میتونه بره پیداش کنه. این بنده خدا توی اون روستا ببینید چه کار میکنه. چرا من بیش از این صحبت کنم، اجازه بدید صدای این رو هم براتون باز کنم. بله با هم این رو ببینیم. پلیر 5 بفرمایید. بله داد بیداد که اون روزم همین ماجرا بود. من نمیدونم وقتی ما از این کامپیوتر میبریم اون کامپیوتر کار نمیکنه. بذارید من براتون اینجا بازش کنم. مثل همین برنامه 5 سال پیش بود که اجازه بدید من روی صفحه اینجا بهتون نشون بدم. نه دیگه تابستونم شد ولی نه ما همتو، ببخشید اینو میگم اینجوری میگم دیگه تعارف با هم نکنیم، نه ما همت و غیرت داریم نه بچه هامون یاد گرفتن از ما کارهای به اصطلاح داوطلبانه انجام بدن و باید بسوزیم و بسازیم، هیچ چاره‌ای هم نیست. این تصویر مثل که آمد، حالا بریم صداش رو هم باز کنیم. من یک دقیقه یک و دو دقیقه ساکت میشم. 5 سال پیش بود که علیرضا حاجی نژاد شد آقای معلم. 7 دانش آموز داریم که در پایه‌های مختلف مشغول تحصیل هستند. کلاس 3 قرآنشون در بیاره. سال اول استخدام شد معلم یک روستای دور. مدیرم میکنم آموزگاری با حفظ سمت میکنم خدمت گذار. مدیرم معلم و هم خدمت گذار. تقریبا 65 کیلومتر ما فاصله زمانی داره. هر روز 2 ساعت فقط در مسیر خونه و مدرسه. بله دیگه. همون روزای اول با دیدن یک صحنه از یکی از شاگرداش
دلش لرزید. یه روز صبح دیدم که مادرش اول فصل گذاشته تو ویلچر و داره میاد بالا. وقتی خودم این صحنه رو دیدم خب خیلی خجالت کشیدم. منی تو مدرسه باشم مامو یک مادر سختی و بدون چشم داشتی. این شد کار هر روز معلم ابوالفضل. سلام ابوالفضل آقا، صبح بخیر. به خاطر ابوالفضل همه کلاس و مدرسه رو فرش کرد. واقعا وظیفه سنگینی احساس مسئله سنگینه و هیچ فرقی با اعضای خانواده خودمون نداره. برای تک تک بچه ها وقت میذاره. مشه خونه تو بچه ها یه رو همین درس بنویسی. برای ابوالفضل بیشتر. ابوالفضل بیه تدرد سیاه تعمیر هم ابوالفضل این دقت کن با دقت اینا سپنج تا پونزه. آقا معلم پنج ماهه که پدر شده اما پنج ساله که چی میگه؟ کار بنگیرم. خب برادرم فرق نمیکنه. سعی کنم که برادرانم دوستش داشته باشه. و این شد عامل موفقیت. سال قبل معدل چند شد؟ 20. واقعا لذت بخش وقتی ببینید آموزش آموزید به اون موفقیت هایی که خودش میخواسته و معلم کمکش کرد و به اونجا رسیده باشه. میخوایی در آینده چیکاره بشی؟ معلم. به شوخی به ابوالفضل گفتم آقای هادی نژاد معلم شما نیستی که نمیاد مرسی شما. معلم چی؟ های معلم میخوای؟ نمیذاری بره؟ چرا؟ نمیذاشتم. روزی که همه دانش آموزا برای آقا معلم هدیه آوردند ابوالفضل هم نری شما کرنا باشی. نترس من پیشتم اینجا کنارت. خب وحید جان، نایر خانم، دوستان دیگه ای که من احمق میام اینجا سر مدرک شاه که مرده، شما ببخشید از من احمق‌تر که آقا حالا مدرکش اینجوری بوده اونجوری بوده، به جای اینکه هر یکیمون یه قدمی برداریم برای هموطنمون برای فامیلمون. چی بگم؟ بله، یکی از دوستان از من خواسته بود که در رابطه با یک ویدیویی که روی اما دیروز از کدوم دات کام برای من یه ایمیلی اومد و دیدم نوشته تلویزیون کدوم، بعد از تلویزیون بالاترین که اسمش رو گذاشته بالا ویزیون، حالا کدوم هم لابد باید میذاشت کدو ویزیون، دیدم نوشته تلویزیون کدوم. گفتیم خب مبارکه، نگاه کردیم دیدیم بابا فقط ویدیوهای یوتیوب رو میذارن اونجا. من نمیدونم ما چه اصراری داریم که اسما رو هم میخوایم معنیش رو عوض کنیم. آقا بنویسید ویدیوهای جالب صفحه ما کدوم، بچه های جوانی هستن کدوم دات کام، سالهای ساله من اینا رو میشناسم، زحمت میکشن، کار مشکلی رو انجام میدن. در هر صورت ما این ویدیو رو که نگاه کردیم دیدیم بابا اصلا نه تلویزیونیه نه ویدیویه، ویدیو یوتیوب راجع به یک خانم سیاه‌پوست جوانی که از این که راهنما نزده و خط رانندگی روشو عوض کرده پلیس احمق تگزاس نگهش داشته. ویدیوش هست، برید رو فیسبوک ببینید. ولی ماجرای مهمتر اینه که بعدن دو روز یا فردای اون روز یا سه روز بعد این خانم در سلولش دیدن که حلق‌آویز شده، خودکشی کرده. حالا سوال هست که آیا این خودکشی کرده یا درباره تختی نوشته بودن خودکشوندش خودکشونش کردن. این خانم گویا سابقه افسردگی داشته، قبلا با تیغ دست خودشو بریده، نه یک بار دو سه بار مواد مخدر استفاده کرده. ولی همه اینها دلیل نمیشه که پلیس مثل حیوان با مردم رفتار کنه. ما منتظر بودیم که وقتی آقای اوباما میاد توی
کاخ سفید یه تغییراتی بشه، من طبق آمار بهتون میگم که بدتر شده، رابطه سفید پوستا با سیاه پوستا بدتر شده، یعنی سفید پوستا احساس میکنن زخمی شدن مثل مار زخمی و بیشتر آزار و اذیت میرسونن. امیدوارم یه برنامه‌ای پیش بیاد تا این جلو این کار گرفته بشه و بالاخره آمریکا اینجوری که داره پیش میره، من فکر کنم با دست خودشون، با بیل خودشون، با بیل مکانیکی سریع دارن به اصطلاح گور خودشون رو میکنن. حالا باید صبر کرد و دید. من امروز صبح به یک رادیوی محلی اینجا زنگ زدم، این آقای کریس پلانته، ولی بهش میگن کریس پلانت، و خیلی تندروه. بهش گفتم ببین آقا، من برنامه تو گوش میکنم و من مثلا از آقای دونالد ترامپ بدم میومد، الان این روزا یه مقداری به طرفش کشیده شدم به خاطری که میبینم حرف دل ما رو میزنه. و آقای کریس پلانت، شما که اینجوری میگید، من به عنوان مردم این مملکت باید چیکار کنم؟ مگه ما نداشتیم We the People؟ باید چیکار کنیم؟ نتونست جواب بده. گفت حالا ما خوشحالیم که دونالد ترامپ آمده صحبتهای ما رو میکنه، باید صبر کرد و دید. گفتم آقای جورج بوش پدر مگه قول نداد وقتی رفت توی چیز این کارو انجام نداد، تکس و فلان اینا، چه صبر کرد و دید؟ باید اصلا سیستم عوض بشه. ضمناً آقای دونالد ترامپ اعلام کرده که من اگر توی این 16 نفری که از حزب جمهوری خواه آمدیم، میدونی که اینا یه پرایمری دارن، یه انتخابات اولیه دارن که توی حزب خودشونه، دموکرات هم همینجوره، بعد از هر حزبی یه نفر میاد بیرون، چون اینجا الان تقریباً 3 شاخه هست، یکی حزب دموکرات، یکی جمهوری خواهان ریپابلیک، یکی هم به نام ایندیپندنت یا نه حزب مستقل، افراد مستقل. دونالد ترامپ گفت اگر من توی این قسمت برنده نشم، با وجود که الان بالای این لیست هستم، میرم به عنوان ایندیپندنت یا مستقل میام، که این یک نایتمر، چی میگیم، یک کابوسی شد برای حزب جمهوری خواه و نمیدونم حالا هر چیه، فکر کنم به نفع هیلری کلینتون میشه، چون تندروها تقسیم میشن. یعنی کاری رو که آقای رالف نیدر سالها کرد و به دموکرات ها ضربه زد، حتی انتخابات گور به خاطر رالف نیدر به نفع جورج بوش شد، این کار رو الان داره این آقای دونالد ترامپ انجام میده. تاپ آف دی لیست هم هست. ماجرای جنجال حلق‌آویز شدن زن سیاه‌پوست، علی عزیز، من هم نمیدونم، ولی از این که پلیس بدرفتاری میکنه، از این که پلیس اینجا کارهای غیرقانونی میکنه و خودشون هی برای همدیگه سرپوش میذارن روی کثافتاشون، هیچ حرفی نیست. امیدوارم یه روزی یک گروه تجسس، میگن چی میگن، یه گروه رسیدگی بیاد، اونها مستقل باشن، اونها کاری به پلیس و این برور نداشته باشن، اونها بیان بررسی کنن و نتیجهش رو من و شما بفهمیم. این دوست ما یه سری عکس فرستاده و بالاش هم نوشته که God save Queen of Canada. اولا میدونید که کانادا با همه که چیز هست دو قسمته، یه جاهاش فرانسوی هن، یه جاهاش انگلیسی هن. روی تمام پولاش هنوز عکس کوین هست، یعنی اینها هنوز نفوذشون اینها هست و بله، این مراسم و این شعبده بازی های چی میگن چشمگیر و نمیدونم خیره کننده، ولی پشتش دوستان برید بزنید هوملس این لندن، هوملس این یوکی، اینایی که اینجوری از این ماجراهای کلاهای بلندی که از قدیم این کلاها رو میپوشوندن که قدشون بلندتر باشه و بیشتر به اصطلاح ترس و وحشت در طرف مقابل ایجاد کنن، تا امروز هم که همینجوری هنوز با شمشیر و این کلاها میبینید هستن و رژه میدن و پول میسازن و اینها، و این پیرزن هم همینجوری داره از پول مردم میخوره و معلوم نیست تا چند سال میخواد زندگی کنه، بعدش هم تازه امیدی نیست، بعدش هم بچه و نوه و اینها، این خانواده همینجوری ادامه میدن. و من نمیدونم دوستان واقعا هنوز به این علم شنگ بازی ها افتخار میکنن، واقعا باعث خجالته. یعنی این هیچ فرقی نداره با
اون استفاده های ناصحیح از همین حیوانات توی زو، توی باغوش، همینجا این جوانهایی که حالا یا سربازن یا استخدام هستن ساعتها باید اونجا وایسن. برای چی؟ برای یه چیزای تظاهر، دروغ. و به نظر من اصلا حرفشو نزنیم بهتره. بریم سراغ بعدی که بله اجازه بدید. وحید تهرانی، فیسبوک، قضاوت‌های عجولانه سوسن رئیسی. بله خانم سوسن رئیسی، من گفتم تو برنامه راجع به شما صحبت میکنم. توی ایران 57 سال حکومت پادشاهی شما را آدم نکرد، 37 سال حکومت شیخ و آخوند شما را آدم نکرد. اگر افرادی مثل من هم اینجا تلاش نکنن تا شما را آدم کنن، شما میشی همون که الاغ دنیا اومدی، ببخشید کرخر دنیا اومدی و الاغ از بین میری. درست نیست به یک بانو اینجوری صحبت کنیم. ولی آیا شما نشون دادید که یک بانو هستید با نوشته هاتون؟ اینم از این ماجرا. خب بریم سراغ این نوشته که دوشنبه 22 ژوئن در صفحه 13 روزنامه مترو نوشته ای از خانم میریام فهمی چاپ شده بود. این خانم وقایع نگار است و مدت زمان کوتاهی است که کارش را به روزنامه مترو با روزنامه مترو شروع کرده است. معمولا تمام نوشته های ایشان را میخوانم، ولی این نوشته ایشان با عنوان قرارداد یا پیمان نامه به دلیل شکافتن مسئله داعش و یا حکومت اسلامی به نظرم جالب و آموزنده است. این از ترجمه آن. ممنونم از دوستمون که این ترجمه رو برای ما فرستاده. با هم میخونیم. در سال 1945 روی یک کشتی تفریحی در کانال سوئز، شاه عربستان سعودی با روزولت رئیس جمهور آمریکا عهدنامه‌ای را امضا کردند، لپکت د کوینسی. این تفاهم نامه برای این بود که عربستان سعودی ملزومات اساسی مربوط به نفت را برای آمریکا فراهم و تضمین کند، به شرطی که آمریکا هم منافع اساسی و حیاتی پادشاهی عربستان را حمایت کند و وارد مسائل سیاسی داخلی سعودی ها نشود. 70 سال بعد غرب به خاطر راف بدوی بلاگری که در زندان سعودی افتاده اشک تمساح می‌ریزد. رژیم حالا پس فهمیدیم دوستان، هی ما فریاد می‌زنیم میگیم چگونه است که آمریکا افغانستان و عراق و ایران رو میخواد آدم کنه، بهشون دموکراسی یاد بده، ولی چشمش رو میبنده از بغل دست سعودی. حالا فهمیدیم 1945 قرارداد بستن که شما هر کاری دلت میخواد انجام بده، دخترای خودت رو پادشاه عربستان زندانی کن، ما خفه میشیم، ولی نفت ما رو بهمون بده. رژیم سعودی کسانی که رفتار و گفتارشان مطابق با دستورات سخت وهابیسم و سلفی ها نباشد حبس و زندانی می کند، شکنجه و ناقص و اعدام می کند. وهابیسم و سلفیسم شاخه ای از پیوریتین یعنی تظاهر افتراطی در امور دینی و نوعی فرقه اسلامی است. در همین زمان نه خیلی دور از آنجا یک گروه اسلامی در مرزهای عراق و سوریه با طرح انتصاب یک رژیم سلفی مردم را به وحشت انداخته است. غرب که کانادا هم شامل آن می شود با این گروه با عنوان مبارزه با حکومت اسلامی می جنگد. از طرف دیگر عربستان هم با این گروه می جنگد، چرا که حکومت اسلامی فامیل سلطنتی سعودی را به رسمیت نمی شناسد. اما حکومت اسلامی به نوعی فرزند قانونی عربستان است که از همان ایدئولوژی الهام می گیرد. عربستان سعودی، ما چشمون قبلا مشکل داشت، حالا گلونم اضافه شد. این سعید نوشته بود که سوربی خیلی سیسی هستی، ها یه قطره ریختن تو چشمت، من یه عینک می زنم میرم سر کار. گفتم سعید جان دفعه دیگه بعد از اینکه عینک زدی رفتی سر کار، 4 تا چراغ الکی روشن کن تو چشمت، وقت ببینم میتونی بشینی کامپیوتر تو ببینی. خودمون رو باید جای دیگران بذاریم، زود قضاوت نکنیم. عربستان سعودی با داشتن یک ثروت خلاص، اگه خواستید اینم براتون میفرستم، خیلی جالبه. این رو خانم الهامی ترجمه کرده و بخونم، چند دقیقه وقت دارم، 6 دقیقه وقت دارم. بله،
غرب که کانادا هم این، از طرف دیگر عربستان هم با این گروه می‌جنگد، چرا که حکومت اسلامی فامیل سلطنتی را قبول ندارد ولی خودش بچه فرزند قانونی است. عربستان و سعودی با داشتن یک ثروت طبیعی و فروش نفت به ایجاد هزاران مسجد و مراکز فرهنگی مؤسسات متعدد در تمام دنیا به ترویج و نشر این ایدئولوژی ادامه داده، ولی حالا غرب با دیدن سعود و تکثیر افراطیون اسلامی در حیرت فرو رفته است. غرب هرگز نخواسته به خاطر منافع تجاری و مالی با عربستان مواجهه و مقابله و روبرو شود. می شود گفت ما به نفت آنها وابسته ایم و آنها به اسلحه ما. آمریکا در سال 2014 یک قرارداد فروش اسلحه به مبلغ 46 میلیارد دلار امضا کرده و کانادا هم یک قرارداد 15 میلیاردی برای ماشین‌های زره‌پوش، ولی دولت کانادا این خبر را تایید نکرده است. با این عنوان و بهانه که سعودی ها از این ماشین ها بر علیه شهروندان خود استفاده نخواهند کرد. در ماه مارس مارگت وارستروم وزیر امور خارجه سوئد توانست جرأت کرده و واقعیت ناراحت کننده ای را افشا کند، مبنی بر اینکه رژیم ریاض بر علیه شهروندان خود به خصوص زنان عمل می کند. در جواب این ادعا ریاض آن را رد کرده و از او خواست که خود را وارد مسئله آنها نکند. در این رابطه هیچ کشوری از او حمایت نکرد. روزنامه‌نگار الجزایری کمال داوود میگوید عربستان سعودی نوع دیگری از حکومت اسلامی اما با پوشش بهتری است که خود را در الفاظ ریاکارانه پنهان میکند. غرب از یک طرف جنگی با نام مبارزه با تروریسم اسلامی میکند، ولی طرف دیگر این جریان از این افراطیون اسلامی پشتیبانی میکند، تنها به یک دلیل ساده فروش اسلحه و متقاعد شدن برای به مصرف رسانده شدن کل آن. در این رابطه مردمانشان هم به جهنم. خانم شایسته الهامی، مونتریال. دکتر نصر احمدی مصاحبه ای داشت با آقای مینوی. واقعا من متاسف و متاثر شدم که آقایی به نام ناصر توکلی که ایشون سالهاست کارهای رادیویی انجام میده با وقاحت تمام. من با آقای ناصر توکلی سلام علیک دارم، چندین بار باهاش تو برنامه ها صحبت کردم، ولی آقای توکلی واقعا وقاحت لازمه که بیاین یه حرف غلط و اشتباهی رو در یک برنامه زنده بزنید، بعد بار دوم باز بیاین و بیننده ها و شنونده های مثل من منتظر باشن که شما عذرخواهی کنید، ولی متاسفانه شماها انقدر بد تربیتتون کردن که هیچ وقت از هیچ کس عذرخواهی نکردید و یاد نگرفتید که اگر اشتباه کردید بگید من متاسفم اشتباه کردم. تازه آمدید با پررویی کامل به آقای مینویی گفتید خب این نصر احمدی که نمیذاره کسی حرف بزنه. قرار نیست کسی حرف بزنه، اون صاحب خونه است، اون صاحب برنامه است، اونم مهمونشه، شما اونجا توفیلی یا قفیلی هستی. بعد شما آمدی عوضی گفتی، شما آمدی گفتی رضا شاه زنان رو آزاد کرد و حق رأی داد، بعد آقای نصر احمدی با دلیل با مدرک میگه نه آقا، رضا شاه به زور میخواست حجاب رو از سر زنها برداره که کار اشتباهی هم بود و محمد رضا شاه بود که آمد اون هم بر خلاف قانون مشروطه بدون اینکه با رأی مجلس باشه این کار رو انجام داد و دیدید که منتهی شد. یعنی خمینی قانونن به شاه گفت کار غیر قانونی کردی. چرا؟ چون این قانون دوستان قانون مشروطه نیست، قانون مشروعه هست، قانون دینیه. برید بخونید یاد بگیرید سوادتون کجا رفته. وقت نگذارید با این سربی، این سربی مأمور و معذوره که عمر شما رو تلف کنه، به بتالت بگذرونه. ببندید برید بخونید کتاب، برید یاد بگیرید. دکتر نصر احمدی هفته آینده چهارشنبه اگر من سر موقع برگردم با ما خواهند بود، اگر نه صبر میکنم جمعه آینده، سعی میکنم جمعه آینده با ما باشن، با ما باشن بدون ه، و از صحبتهای ایشون استفاده کنیم. دوستان عزیز با خود دکتر نصر احمدی مستقیما تماس بگیرید با شماره تلفن 818-201-57-79. شما یه 201 میخوان یاد بگیرید. 57 سال انقلاب ایرانه، 79 سال انقلاب ایران به خارجی، 818 که مال کالیفرنیاست. اینم از این
پارسا جان، آمریکایی‌ها می‌دانند که در عربستان پسران کم سن و سال را از پاکستان، افغانستان و باقی کشورهای فقیر یا می‌خرد و یا می‌دزدد و پس از مقطوع النسل کردن به عنوان خواجه حرمسرا در حرمسراهای شیخ‌ها به کار می‌گیرند. پس ننگ و نفرین هم بر عربستان هم بر آمریکا که چشمش رو اینجوری می‌بنده. باز هم از مهمانان برنامه ممنون و متشکرم، از آقای تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور که حاضر شدن با این ضرب العجل مهمان برنامه باشن، از بابک هروی که برش نوشتم بابک جان این مهمان ما که قرار بود امروز بیاد نوشته مطالب حاضر نیست و شمایی که قرار بود دوشنبه بیای میتونی من امروز بیای. خیلی قشنگ نوشت که من همیشه کفشم پامه و حاضرم. منم نوشتم که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما آسوده از آنیم که آرام نگیریم. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. بریم برنامه آقای حسن ارشاد رو از ایران ببینیم که در رابطه با چی صحبت میکنه. در تحلیل آموزه‌های بهایی ادامه اتهامات بهاییان علیه طاهره قرة العین، اینم از این دوستی که از ریچموند زنگ زدی، ممنونم، منتظرم که بیای تو برنامه شرکت کنی درباره تختی و دیگر چیزا که صحبت کردی، بسیار متشکر. و یه فیلم سینمایی هم هست، آنچه مردان درباره زنان نمیدانند، این رو هم براتون امروز میذارم. بعد از برنامه آقای حسن ارشاد مصاحبه خودم رو با آقای مهدی مهدیزاده میذارم، بعد از اون این فیلم سینمایی و بعد از اون ردیف همونجوری که میدونید پخش میشه. روز روزگار بر شما خوش، به امید اینکه آخر هفته خوبی در انتظارتون باشه. حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه.